بینندگان عزیز، با سلام به شما. تلویزیون مردم تقدیم می کند برنامه سوربی با مردم از واشنگتن. ساعت 1 دقیقه هم زودتر از 2 بعد از ظهر. در صورت بسیار خوشحالم و هوا هم عالی، یه جورایی هوای بهار شده. البته اینجوریه دیگه، یه روز میشه مثل بهار، فردا دوباره میشه زمستون، تا یادمون نره و قدر گرما و سرما رو به موقعش بدونیم. امروز چهارشنبه است، 2 اسفند ماه 1396، برابر است با 21 فوریه 2018. و اونهایی که به ماه ایرانی حمایت میکنن لطف کنن حمایت کنن، اونهایی که به ماه غربی و میلادی حمایت میکنن یادشون باشه 21 روز گذشته و هنوز حمایت نکردن. لطف کنید این برنامه را از طریق فیسبوک یا یوتیوب اگر میبینید به دوستان خود هم به اصطلاح شیر کنید، در میون بذارید، به اشتراک بگذارید. اینقدر چیزهای جدید میگن آدم نمیدونه کدومش درست. گفت که یک ویدیویی داشت آشپزی یاد میداد و گفت شما در این برنامه می آموزید. من نمیدونم، اون داشت می آموزید، اون یاد میگیره. وقتی میخوایم تیتیش مامانی حرف بزنیم معنی کلمه هارم از بین میبریم، جمله هارم خراب میکنیم و یادمون میره که سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. این آقای بیلمار هفته گذشته گفت که اینایی که تکست میکنن مثلا مینویسه که sorry I'm late، بعد به جای late مینویسه late مثلا، بعد درستش میکنه میگه oh I'm sorry، منظورم اینه که دارم ماشینمو پارک میکنم، به جای car مینویسه cat. میگفت که بابا جون من میفهمم، تو که نمیگی sorry I'm late. late یه نوع کافه هست، قهوه هست که اینجا میخرن و میخورن اینها. بعد اینم همینه، یا من که میدونم تو گربت رو پارک نمی کنی، داری ماشین تو پارک میکنی، دیگه نمیخواد یه بار دیگه حالی کسی که عجله داره، کسی که به قول خود دیره، کسی که احتمالا دستش به فرمون و دستش هم به این و اینها. اینم ما شدیم با این برنامه های رادیو تلویزیونی. وقتی میبینید دوستان، مخصوصا اونایی که تجربه کمتری دارن و اونایی که میخوان ادای یه نفر دیگر رو در بیارن و خودشون نباشن، اونا به نظر من بدترین کرکتر یا بدترین هنرپیشه‌ای هستن که میتونن موجود باشن. و به همین خاطر هم شما دیدید افرادی که میان تقلید صدای یه نفر دیگر رو میکنن، بله اولین آهنگ رو که میخونه همه میگن چقدر خوب میخونه، مثل ابی میخونه، یا میگن مثل گلپا میخونه. همچین که آهنگ خودش رو با خرج خودش درست کرد، هیچ که حاضر نیست حتی اون آهنگ رو گوش بده، چون اون موقع داشته آهنگ گلپا رو میخونده، آهنگ ابی رو میخونده، این صدا به گوش ما آشنا بوده، شعرش آشنا بوده، برامون معنی خاطرات خودش رو داشته. حالا این طرف داره میگه ما رو با اون یکی میبره به خاطراتمون. بگذاریم، عقل بشر امروز ساعت 3 بعد از ظهر براتون پخش میکنم و این دوستمون یه جایش درباره شعر خمینی میگه اونجایی که گفتم سردار، منظورم گفتم سردار، من رو گیج کردین. در هر صورت اینو براتون پخش میکنم، خودتون گوش کنید، توجه کنید. خیلی ممنونم از آقای بها ابهری که رفته حسابی دنبال کار این ماجرای قرآن و چند تا زبان عربی مختلف، چند تا چاپ مختلف هست و اینها، و دیروز برای من نوشت که آقا من هر چی میگردم اینو پیدا نمیکنم. من براش 2 تاشو پیدا کردم، زمانشو فرستادم، بعد گفت آقا یه چیزی رو من بهت بگم، احتمالا شما چون واردی نیم ساعت وقت گذاشتی تا این 2 تا رو پیدا کردی برای من فرستادی، از این بابت ممنون. ولی من 4-5 ساعت وقت گذاشتم، هی اینو بردم جلو آوردم عقب، آخرشم اون چیزی که میخواستم پیدا نکردم. گفتم حالا فهمیدی چرا من از کار ادیتینگ بدم میاد؟ به چند دلیل. اولا ادیتینگ اون چیز اوریجینال و اصلی رو از بین میبره، و اگر سوربی توپق زده باشه، اگر مثل اون
مجری برنامه به ضرب و شتم گفته باشه ضرب و شتم، میان کاتش میکنن از بین میبرن و یه چیز غیر حقیقی به شما نشون میده. دوم اینکه خیلی وقت گیره، بابت این وقت هم هیچ که حاضر نیست پول بده. من یادمه سالها پیش اولی که شروع کرده بودم ویدیو میگرفتم، ویدیوهای عروسی و اینها، بعضی از اینا میگفتن که شما میتونی برای ما ادیتش هم بکنی؟ میگفتیم بله. میشناسیم یه بار از اول تا آخر این ویدیو رو نگاه میکردیم، 4 ساعت 5 ساعت قلم و کاغذ هم دستمون مینوشتیم، که مثلا اون وقت هم نوارا هر یه ساعت یه نوار دیگه بود، یه کوفتی بود. در نوار اول از دقیقه 1:58 تا دقیقه فلان، بعد در نوار اول از دقیقه 30 و فلان. شما اینو داشته باشید، ایمجین به قول آمریکا، تصور کنید که من این ویدیو رو می آوردم میذاشتم، بعد می اومدم دقیقه 1 و فلان تا دقیقه 2 رو می بریدم. حالا بعد دنبالش که می اومدم اون دیگه نوشته بودم دقیقه 13، که داره دیگه 13 نیست، شده دقیقه 11. بعدن بعد از کل خرابکاری یاد گرفتیم که اگه میخوای ادیت کنی از آخر نوار باید ادیت کنی. میای مینویسی نوار 1 از دقیقه 57 تا 58 کات بشه. وقتی 57 تا 58 رو بریدی انداختی بیرون، هیچ صدمه‌ای به این دقیقه 1 و 13 و 12 و اینها نزده. چه چیز مهمی یاد گرفتید؟ حالا امروز وقتی برمیگردید ادیت میکنید میگید چرا این به فکر من نرسید؟ اب نداره، اشتباه خوبه، ولی جایی که ازش تجربه حاصل بشه و اون کار رو انجام بده. این یه کار در ادیتینگ. کار دوم، امروز یه دوستی برای من نوشت که آقا یکی از دوستان من نوشته که من نوارها و فیلم‌های 8 میلیمتری و VHS اینا، دیگه خود شما میدونید این فیلم‌ها در طی زمان چه مراحلی رو طی کرد، از اون فیلم‌های قدیمی بعد دوربین‌های 8 میلیمتری که اومد، اصلا ملت گفتن چه انقلابی شد. یه انقدی میگیری دستت فیلم برداری میکنی، به جایی که یه چیزی انقدی رو دوشت باشه و فیلم‌ها بزرگ و اینها. خلاصه این دوست ما رفته کاسکو که بهترین قیمت، بهترین ماشین‌ها رو همیشه داره، پول داده و نواراشو یا فیلماشو عوض کرده، حالا شده سی دی، دی وی دی، فلش یا اس دی کارت. یه چیز جالب براتون بگم، من چند شب پیش پدرم رو در خواب دیدم، فکر کنم اون دنیا هم حالا یا تو جهنم یا تو بهشت، چون میدونید که همه میگن مرده های ما تو بهشتن، من نمیدونم تو جهنم این چند میلیون سال هیچ که نرفته، پدر بنده چون عرق میخورده نماز نمیخونده احتمالا تو جهنمه، و چه بهتر من که میرم پدرمو میبینم، بعدم پدرمم احتمالا با هایده و مهستی و دیگران اونجا شب نشینی در جهنم دارن. ولی وقتی به خواب من اومد، نه این کارت ها، یه کارت های دیگه هست بهش میگن SD، این های کچولوها دیدید اینجوریه. الان رادیوهای ماشین دیگه نه نوار داره نه CD داره، یا از اینا بهش وصل میکنید یا از اینا بهش وصل میکنید، یا تلفنتون رو بهش وصل میکنید یا با سیم یا بی سیم. بماند داشتم اینو میگفتم، وقتی من خواب پدرم رو دیدم، خواب دیدم که یک نواری براش گذاشتم که اینو برده تو دوران قدیم. پدر بنده چون راننده بوده و اون موقع میدونی از این شهر میرفتی بیرون دیگه رادیو ها نمیگرفت، اینقدر ما پیشرفته بودیم و اینها، رادیو ها همون تا اونجا بودی میگرفتی، همه مجبور بودن یا رادیو عربی گوش کنن اینها. پدر منم خوشش نمیمد، خودش برای خودش آواز میخوند، شعرهای خیلی زیادی هم بلد بود و معمولا هم شعرها غمگین بود. به پشت کوه صابونا، به پشت کوه جهرم صابونات، همه گویان که دلبر بی صفات، خلاصه از این شعرها. یا راه شیراز برای تو دور، هیکل نازنین بلور، غم نخور میرم و بر میگردم، با تو امداد و همسر میگردم، از این شعرها. من یادم میاد که یعنی اون شب چند روز پیش که خواب دیدم، فقط صبح به همسرم گفتم، گفتم که نشون میده که اینا تو اون دنیا هم همینجوری دارن پیش میرن. و پدر من گفت این آهنگ رو بده به من. بهش گفتم که خب این رو دیجیتاله، من چجوری، این که دیگه نمیشه صفحه چیزی. گفت بابای من به من گفت شما اینو بذار روی SD کارت. حالا این ماجرا، برگردیم به اصلی، ماجرای اصلی. دوست آقای
آریان پور خیلی ممنون. مصطفی محمدی میگه روح پدرتان شاد باشد و خوابتون خیر است انشالله. خیلی ممنون. خوابم این بود که دیروز یه دوستی آهنگای خواننده‌ای به نام جنتی رو از شیراز برای من فرستاده بود و من یادمه که این آقای جنتی رو من تو سینمای تخت جمشید یه فیلمی مال خودش بود، من و پسرعموم رفته بودیم سینما و این آقا اومد روی صحنه به اصطلاح قبل از اینکه فیلم شروع بشه آگهیار گذاشته بودن تبلیغا رو، بعد این اومد حرف زد، بعد فیلم شروع شد. من اصلا تا یه هفته از خودم میپرسیدم این چجوری هم اینجا بود هم رفته توی فیلم. و فکر نکنید سوربی اینقدر احمق بوده، قدیما احمق بودم حالا احمق‌تر شدم. در هر صورت این دوست ما حالا یا این فیلم‌ها رو گذاشتن براش روی فلش یا گذاشتن روی سی دی یا گذاشتن روی دی وی دی، پرسیده از آقای آریان پور که من یادم شما فیلم‌هایی رو در زمان‌های کوتاهی به اصطلاح تک تک به تلویزیون مردم داده بوده، این کار رو چجوری میشه انجام بدید. آقای آریان پورم از اون آدمایی هست که با وجودی که 88 سالش هست مغرور نیست بگه من همه چی رو بلدم، با وجودی که زودتر از من و شما رفته کامپیوتر خونده و اینها، به من گفت که سوال به این سواله. گفتم این که بابا دوست ماست، این یک خانم نویسنده است بسیار دانا بسیار با معرفت، خدا روان مادرش رو هم شاد کنه، ایشون از طریق مادرش با من آشنا شد و اینها، و این کار خیلی ساده است. الان شما اون فیلم رو میذارید روی یوتیوب همش رو، بعد روی یوتیوب ادیت میکنید کات میکنید، اگرم بلد نیستید روی خود یوتیوب باز جستجو کنید چگونه یه فیلمی رو ادیت کنم توی یوتیوب. عکس یه قیچی هم گذاشته و میخواین نشونتون بدم بالاخره یه چیزی از این برنامه‌های تلویزیونی یاد بگیریم، که طرف وقتی میگه آقای سوربی به خدا من چیزی یاد نگرفتم، بگم خانم یاد گرفتی، همین که یاد گرفتی پس فردا دیگه نیای برنامه سوربی رو نگاه کنی، این نشون میده خیلی یاد گرفته. مرسی، ممنونم دوستان. این طور خدا آقای اوستا تهرانی این درودها وردارید. اصلا درودها یعنی چی؟ شما شده تا حالا یه مجلسی که بری حتی اگه 20 نفر اونجا هستن درو که باز میکنی بگی سلامها، با وجودی که اونا جمع هم، شما مثلا میگی سلام به همگی دوستان. من این کاری که میکنم تا میرم میگم کسی بلند نشه، سلام به همه دوستان و امیدوارم حالتون خوب باشه. از کسی هرگز نمیپرسم حالت چطوره، مگه من دکترم؟ چون اگه گفت حالم بده حالا دیگه داستان شروع میشه، آقا چته سرم درد کن، آقا بگیر این قرصا رو بخور اینا. امیدوارم حالتون خوب باشه، یعنی اگرم خوب نیست من امیدوارم خوب بشه. در هر صورت بذارید ببرمتون روی صفحه یوتیوب و با هم یک به اصطلاح گشت و گذاری داشته باشیم، یه چیزی یاد بگیریم. اگرم بلدین شما به خودتون بگید که چرا من همت این رو نداشتم که مثل سوربی 5 دقیقه 2 دقیقه وقت بذارم به دوستان دیگه یاد بدم. یکی از مشکلات ما ایرانی ها این خسیس بودن در یاد دادن هست، نه که اسمش دادنه، اون طرف گفت دیگه، گفت برید بدید، دادن خوبه، البته اون منظورش رأی بود. ما هم یه جورایی مثل این آخوندا هستیم، دست گرفتن داریم، دست دادن دست کمک کردن به دیگران رو نداریم. حالا بنده تصادفاً، چون ایرانی ها هیچ چیزی رو خودشون تصمیم نمیگیرن برن، بنده تصادفاً معلم شدم این یاد دادن یه جوری رفته تو خون و استخون و پوست و گوشت ما، و دوستان میدونن زنگ میزنه میگه آقا من چجوری برنامه داشته باشم، میگم آقا اینو بس کن، اینو بذار برنامه بذار، بعد میره دیگه پیداش نمیشه. میدونید چرا؟ چون یاد گرفته چجوری ضبط کنه ببره بذاره. درسته که من به همه میگم آقا یوتیوب مجانیه، فیسبوک مجانیه، اینجوری اونجوری. ما باید این به اصطلاح شرف و انسانیت رو هم داشته باشیم. بهتون گفتم من سالها پیش، ممکن الان 4 سال 5 سال پیش باشه، یه جایی روی کریگلیست یه نفر به من تماس گرفت، گفت آقا ما یه جلسه ای داریم
میخوایم وقتی اونجا به اصطلاح شما میایید برای اونایی که نتونستن بیان ولی اسم نوشتن اینفورمیشناشون به ما دادن، ما بتونیم این برنامه رو زنده پخش کنیم. گفتم بله من میام، یه لپتاپم میارم، دوربینم رو میذارم. بهشونم گفتم اگه یه دوربین بخوای این قیمت، دو تا دوربین بخوای این قیمت، چهار تا دوربین بخوای این قیمت، اگه میکروفون بخوای بزنی اینجا یه قیمت، میکروفون تو هوا اینجوری فقط آویزون بشه یه قیمت، اینا همش قیمت داره. با شما ساندویچ فروشی مکدونالد نگاه کن، وقتی میری تابلو رنگارنگ و گذاشته کلن چهار قلم جنس اینا دارن، ولی ده رقم به شما این رو عنوان میکن به اصطلاح معرفی میکنه تا شما یکش بخوای. و من به این دوستمون گفتم که شما اگه انکودر داشته باشین رو سیستمتون، چون خودشون هم تو کار مدیا و اینا بودن، من از انکودر شما استفاده میکنم، اگه ندارید من لپتاپمو میارم یا انکودر فلان اینا. کارمون رسید به جایی که ما انکودر رو برای اینها نصب کردیم روی سیستمشون. حقیقت شو بهتون بگم، خداییش بعدم به خودم گفتم عجب احمقی هستم. خب این طرف میگه آقا ما دوربین که داریم، انکودر هم که سوربی برامون وصل کرد، ما خودمون پخش میکنیم، شما اینو داشته باش. فردا صبح طرف زنگ زد گفت ما اینو امتحان کردیم خیلی خوب کار میکنه. مثلا زنگ زد به همسرش، زنگ زد به یکی دیگه از مسئولین در کشورهای مختلف، تصویر رو دیده بودن اینها، گفت خیلی عالی و فلان اینها. و همین منتظر این بودم که حقیقتا شما لازمم نیست بیاد. گفتم ای دیدی سوربی احمق، این دوستان ایرانی بلدن، میگن چیز یاد کسی نده، کوزگری مربی کشتی هستی، یه فن رو نگه دار برای روز آخر بزنی پدر شاگرد رو در بیار اینا. یه کمی قصه‌مون گرفت و همون دو سه ثانیه یه دفعه آقای گفت که البته اجرت شما سر جاشه، 400 دلار. حالا لازم نیست دیگه واشنگتن بری، لازم نیست دیگه ماشینتو پارک کنی و اصلا لازم نیست وقتی بذاری. گفت البته اجرت شما سر جاشه و من اجرتو برات میفرستم. دوست داشتی با پیپل میفرستم که 20 دلار شکم میکنن 4 تا 5 دلار هر 100 دلاری، نخواستی آدرس تو بده من برات چک میفرستم. هم دیگه حالا کسی دیدیم اینجوری آدمه، نگفتیم آقا همین الان پیپل بده برو بابای 20 دلار. شاید هم به خاطر 20 دلار گفتیم آقا 20 دلار هم 20 دلار، گفتیم این آدرسمون رو چک بفرست. شما اینو داشته باش آقای ایرانی، خانم ایرانی، هنر نزد ایرانیان است به وضع. باور کن مثلا 6 ماه بعد دوباره از اینا برای من چک اومد. گفت ما تصمیم گرفتیم که هر وقت از این برنامه استفاده میکنیم نصف اون مبلغی رو که به شما قرارداد داده بودیم که مثلا بیای انجام بدی برای شما بفرستیم، هم حمایت از کار زندگیت هم تشکر. کجای ما ایرانی ها اینجوری؟ والا بلا به جان دوتا بچم، یه برنامه ای رو که تو کامپیوتر خود من بوده، این آقای سعید که کارش کامپیوتر و تعمیر وسائل مدرسه و این چیزها هست، لطف کرد به من گفت آقا این وقتی میخوای اسنپ شات بگیری اینجوری نگیر، یا دوربین رو نگیر اینجوری موج موجی بشه و فلان اینها. یه پروگرامیه به نام سنیپینگ و این عکس یه قیچیه، اینو میگیری اینجوری میذاری عکس میگیری و عکس هم کوالیتیش عالی، خیلی هم خوب. من هر وقت شب صبح وقت بی وقت هر وقت این برنامه رو استفاده میکنم تو مغزم یاد سعید میفتم از کانادا کالیفرنیا. اشکالمون اینجاست. حالا هواپیما میفته گم میشه، دسیسه میشه، نمیدونم آخوند اینجوری. آقا خانم ما میدونیم همه اینها بدن. اون روز یه نفر آمده بود فحش داده بود آقا چرا با آخونده فحش نمیدی؟ گفتم آقا گور پدر تو و آخونده و شاه و کسای دیگه هم که بعدن میخوان بیان، راضی هستی؟ این همه فحش دادیم احمق به کجا رسیدیم؟ بیا بذار یه برنامه یاد بگیریم، ببرمتون صفحه یوتیوب. و اما صفحه یوتیوب سوربی اینجا میگه select area و میام اینجا دیگه، حالا خدا کنه که کار کنه. ببینیم کامرای دو، ببینید مثلا این ویدیو رو شما گذاشتی و این بهتون بارها گفتم نترسید ماوستون رو این ور اون ور ببرید،
این کنار مثلا میگه میخوای پابلیک بشه، میخوای برای خودت باشه، میخوای با اسم رمز برای بعضیا بفرسی. نگاه کنید دوستان، وقتی 2 ساعت و 54 ثانیه ویدیو رو ما گذاشتیم اینجا، این پایینش نوشته ادیت ویدیو. این ادیت کردن همون ویراستاری، کات کردن، سانسور کردن، هر چی که میگی دیگه. حالا دیگه ما معنی های چیزم الان بهتر میدونیم چی میگن. من روی اون کلیک کردم، این داره میره این فیلم رو بیاره. هوپفولی، امیدوارم تا با هم با قیچی بیفتیم به جونش. بله، ببینید برد ما رو تو این صفحه. این صفحه جدید یوتیوبه. ممکنه یوتیوب شما صفحتون اینجوری نباشه. حالا من هر دوشو یادتون میدم. اگه اینجوری بود، ببینید اینجا نوشته advanced، یعنی اونایی که یه مقداری پیشرفته تر هستن یا کارهایی که میخواین انجام بدید پیشرفته تر از اینه، میزنید advancedش باز میشه. این thumbnail، thumbnail یعنی این انگشت، دیدید که اینجوری کرده توی بیشتر ویدیوها یا توی ماوس و اینها یه انگشت اینجوری هست، thumbnail، انگشت اشاره. این نیل هم بله، در هر صورت اینو میتونی عوض کنید. حالا من باز دوباره برمتون اینجا. این مثلا من عکسایی که یوتیوب خودش انتخاب میکنه اینه. من عکس گوگوشو خواستم بذارم، چون داریم تبلیغ اینا رو میذاریم، عکس گوگوشو میذارم اینجا. پس شما میتونید ویدیوتون عکس اولش رو خودتون انتخاب کنید، نمیخواد کات کنید برسته به اون جایی که هست. حالا اگه سیستم شما اینجوری نیست، مثل مال ما جدید نیست و هنوز از قدیمی استفاده میکنید، من این قدیمی رو به شما نشون بدم. ببین اگه از اون قدیمی هستین احتمالا این شکلی میبینی. اون جو که بود گفت از اینجا به این صورت دیده میشه. ببینید الان این تو حالت ادیت هستین. بعد میای اینجا میگه دوباره چی؟ Advanced Setting. Advanced Setting که میای یا توی این Transition، خود منم الان نمیدونم چون رفتم رو اونا جدیدا، اینا یادم رفته. در هر صورت اینجا هی به چرخ نگاه کنید، میبینید مثلا این یکی میگه آدیو رو فیکس کن. آها تریم، ببینید یه عکس قیچی هست. تریم، شما آرایشگاه هم که میری میگی موهای منو تریم کن. باغبون هم که میاد خونتون میگید که این شمشادا رو تریم کن. تریم به فارسی من نمیدونم یعنی چی، یعنی منظم کردن، کوتاه کردن. در اصل این میگه تریم. با یه قیچی ببین، قیچی رو که میزنی میافتی به جون این فیلم. حالا مثلا میگی من از اینجاشو میخوام تا اینجا رو میخوام، اینجوری هی جا به جا میکنی و امتحان میکنی و بعد میگی اینقدرشو نمیخوام، اینو دیلیت کن، اونو بذار. این کار ادیتینگه. حالا اگه کسی نتونست یا حوصله نداشت یا وقتش گرانبهاتر از وقت سوربی بود، اگر کار ادیتینگ باشه من به یه شرط حاضرم انجام بدم، به شرطی که نمیخوام بیام تو کامپیوتر شما که بگی سوربی آمد. از وقتی سوربی آمد کامپیوتر من حالا دیگه شبا جیغ جیغ میکنه، ما دسیسه تو مغزمونه دیگه. هرس کردن درخت، خیلی ممنون، این مجید فارسیش خیلی از من بهتره. هرس کردن درخت فقط برای هرس کردن نیستا، تمیز و مرتب کردن و اینها هم هست. مثلا شمشاد و اونم هرس میکنی در صورت. بله هرس کردن تره. خلاص داشتیم چی میگفتیم؟ آها، اگه کسی خواست بهش میگم که ببین من الان اینجا نشستم، شما بیا بشین بهم بگو از کجا میخوای کات کنی. مثلا ما اون دفعه با این آقای شادانلو برای یه نوار ویدیویی که مال این بهبانی معتاد رو میخواستیم 2 دقیقه نشون بدیم، 10 بار ما هی به همدیگه نامه نوشتیم. آخر بهش میگم آقا شما نگاه کن روی این زمان وقتی نشون میدم، بذارم بهشون بدم به دوستانی که احتمالاً بیاد اینجا با سوربی آرشیو بیاین. امروز کلاس چهارشنبه، روز کلاس درس و مدرسه به اصطلاح اخبار تعطیل. میایم اینجا، میایم اینجا، میایم یه برنامه اینو من براتون بزرگتر انجام میدم که شما این اعداد رو این زیر ببینید. نگاه کنید دوستان، شما وقتی میان یه ویدیو رو تماشا میکنید به این صورت میبینید، درسته؟ Select Area، طرف میگه نه آقا ما هنوز چیزی نمیبینیم. چی درسته؟ نگاه کنید الان اینجا نوشته 0، بعد این دوتا نقطه 0 2، یعنی این 2 ثانیه ازش رفته.
ببینید بیارش اینجا میشه زیرو، اول اول زیرو، بعد نوشته دو ساعت و دو تا صفر دقیقه و 54 ثانیه. شما اگر مثلا یه ویدیویی رو اینجا دیدی و میخوای از اینجا شروع بشی که سربی اینجوری دهنشو مثل سیل دریایی بازگرده، مینویسی که من از زمان 36 و 38 میخوام تا مثلا چقدر 50 و 37. حالا اگه این اومد بالای یک ساعت، ببینید میشه یک ساعت و 8 دقیقه و 6 ثانیه میخوام تا مثلا یک ساعت و 31 دقیقه و 7 ثانیه. این کار بسیار ساده ای است. البته میدونم خب مایی که هر روز انجام میدیم برامون ساده است، شمایی که ممکنه بعد از 30 سال حالا یه ویدیویی رو میخوای مثلا کوتاه و بلند کنی، بلند که بلند هم میکنن دیگه، یه چیز رو شما میذاری دور بزنه یا یه ویدیوی دیگر رو داخل این میکنی زمانشو دراستر میکنی، در صورت ممکنه مشکل باشه. بهترینش اینه از یه نفر سوال کنید، بهترینش اینه از یوتیوب کمک بگیرید. 25 دقیقه از وقت گذشت، ما هنوز به اولین خط نرسیدیم. هواپیما پیدا شد، باز تسلیت به خانواده ها. بعد بیاین دوستان خداییش از خودمون بپرسیم ما چرا اینقدر اغراق میکنیم؟ وقتی هم یه حرف درست میزنیم با اون اغراقمون خرابش میکنیم. این واو چه خبره، چقدر دوستان گل و بنفشه و ممنونم از یکایی که شما دوستان عزیز، خوش آمد میگم به خانم لیلا بیگلو. خانم بیگلو، من اگه شما رو یه بار یه جایی ببینم بهتون میگم که شما شبیه یکی از فامیلای ما هستید و هر وقت من شما رو میبینم این صورت شما یاد اون بانوی مهربان رو برای من تازه میکنه و به یادم میاره و ممنونم، خوشحالم که شما همین دوست به اصطلاح اینترنتی ما هستید، دوستی شما باعث افتخار. بله، خوشنودی نوشته که ادیت، حالا من نمیدونم درباره ادیت دیگه، حالا گذشت رو اولش کنیم. یه آقایی گویا هواپیمای ایرانی رو یه زمانی چرخ جلوش باز نشده، این آقا هواپیمای بذاری بهتون نشون بدم، رو فیسبوکه و دوستانی که شکایت میکنن آقا چقدر میری رو فیسبوک، آقا این فیسبوک الان دیگه شده به اصطلاح پوشه من، چیزایی رو که میخوام به شما نشون بدم میذارم تو اون پوشه. حالا برای شما چه فرقی میکنه اسمش فیسبوک باشه؟ خیلی ممنون. این اوستای عزیز برداشت نوشت درود بر جناب سربی. این جنابم پاک کن، استادم پاک کن، همون بنویسی سربی خیلی بهتر میشه. شما مگه به داداشت میگی جناب داداش؟ مگه به بابات میگی استاد پدر؟ این استاد و جناب و اینها رو بریزیم تو سطل آشغال، اینا ما رو بدبخت کرده. هی به طرف میگیم آقا استاده، همچین که میره میگیم آقا مردی که انقدر تار بد زد سردرد گرفتم، یکی هم بهش نمیگه آقا چقدر بد میزنی. خب همون پدرسوختهای مثل تو به این میگن استاد، هر شعر بد میخونه براش دست میزنن. بعدم تازه ازش میپرسن آقا شما خودت این شعره رو گفتی؟ معلومه که این مزخرفاتو این گفته، هیچ کس دیگه ای نمیتونه به این بدی شعر بگه. حالا این اوستا میگه آقا امروز ما چه گیری افتادیم، میگیم درودها، این میگه درود، میگیم درود بر جناب سربی، میگه آقا جنابش هم ول کن، آقای سربی اینقدر گیر نده. چشم، خیلی ممنون، مرسی. بله، این دوستمون میگه آقا استاد افراد نادان رو به طعنه و اینها بگیم استاد، اونا رو بذاریم سر کار. آره اونا رو بگین استاد، به من نگید استاد، به من همین بگی سربی، کاکو سربی، خیلی بهتره. کاکو جون چطوری؟ اینجوری مثلا. خب هواپیما پیدا شد، بیچاره اونجایی که هست و اینا خیلی جای مشکلیه، از اونایی که کوهنوردای به اصطلاح حرفه‌ای هستن تقاضا کردن بیان کمک و اینها، که اینجا هم رسمه وقتی یه همچین اتفاق میفته بعد میگن، مخصوصا از کسایی که محلی هستن میدونن چجوری برن چجوری بیان اینا بمانه. اونا که حالا هرچی بود این بنده خداها فوت شدن، کشته شدن، از دنیا رفتن، خدا به خانواده هاشون صبر بده. ولی این وسط آخوندا و دستن در کارا اشتباهات زیادی کردن. اولا شما یه هواپیمایی که افتاده هنوز پیداش نکردی نمیگی تمام سرنشینان کشته شدن،
اینا قانون داره. احتمالا از آقای افشین عبداللهی یه روز میخوایم بیاد به ما بگه، چون اینجا من دیدم مثلا 3 روز نیروهای دریایی آمریکا افتاده بودن تو آب، کسی نمیگه اینا همه مردن، میگن شاید زنده باشن، میگن ما داریم میگردیم دنبالشون. بعد از یه چند روزی دیگه میگن از لحاظ علمی، از لحاظ تجربی، سابقه ای که داریم، اینا دیگه مثلا تو این آب سرد نمیتونن 5 روز دوام بیارن و احتمالاً به اصطلاح مردن و ما حالا ریکاوری یعنی میریم فقط جنازه‌شون رو پیدا کنیم. ولی احمق آخونده همون اول میگه این 60 تا مردن، احتمالاً میخواد مجلس بذاره پول بگیره. بعد میگه آقا تو که هواپیما رو پیدا نکردی، هنوزم گویا اینا هواپیما رو تو 50 ساعت پیدا کردن. تو 50 ساعت دوستان هواپیما تو زمستون تو جاهای جنگلی توی این کوه دنا توی اون قله‌های برفی که تابستون هم اونجا برف هست، اون خوب بوده، خوب تونستن پیداش کنن. اونم جایی که از مرکز بستر، از پایتخت تهران، از مرکز استانها و اینها دوره، یاسوج یه جایی، خدا رحمت کنه رفتگون شما، پدر ما هم اونجا برای شرکت انترپوز، یه شرکت فرانسوی که لوله های نفت میکشیدن و اینها، کار کرده بود سالها. ولی جای عجیب و غریبیه اونجا، امکانات نیست، امکانات کمه. از این وقت خودمون میگیم این هواپیماه حتی رادار هم نداشته رفتن. آقا من به هیچ وجه نمیخوام از آخوندها دفاع کنم، گور پدر همه آخوندها، مثلا اوناش که به خود من فامیلن، اوکی؟ ولی دارم به شما اینو میگم و بارها این مثالو زدم، تجسم کنید شما نشستید بغل دست داداشتون که برین سینما، داداشتون داره میره، یه پسر نادانی حواسش به گوشیش هست و اینها، تقصیر اونها، میاد جلو ماشین داداش شما ترمز میزنه، دوتاتون نزدیک برین تو شیشه، عصبانی، شما هم عصبانی هستی، ولی داداش شما عصبانیتش رو بیشتر از حد معقول، حد معقول یعنی بله هر انسانی عصبانی میشه، ولی یکی عصبانی میشه خودشو کنترل میکنه، منطق رو رعایت میکنه، یه کسی عصبانی میشه، این میگن فلانی تعصب داره. یعنی چی؟ یعنی عصبانیتی که کنترل نداره، میاد پایین این بچه رو میگیره زیر مشت و لگد. ببین شما این برادرت ها، اون تقصیرکار ها، ولی بهش میگه آقا چه کار میکنی، بچه مردم رو کشتی. ما اینو داریم میگیم، انصاف، اون منطق اینجا میاد جلوی آدم رو میگیره و خود آدم با اون خودیا به اصطلاح در میفته، برای کسی که اصلا نمیشناسیش. این کسیه که وجدان داره. کسی که وجدان نداره میگه آقا خوب کاری کردی زدی، شاید دو تا لغت میزدی تو تخمش که اصلا این مقطوع نسل بشه، یه همچین پدرسگی نباید بچه دار بشه. این میشه آدم احمق، که ما الحمدلله کم نداریم، چند بود احمق نداریم. اون روز نوشتم یک مشنگ دیگر وارد ایران شد، الان 80 میلیون و یک مشنگ داریم. و چه تبلیغ خوبی کرد برای آخوندا که آقا نگاه کنید سوئدی که شما میگی، حتی اگه مامانت هم برده باشد اونجا، این همه سال بهت خوش گذشته، یه قلم کارم انجام ندادی، ولی آخرش بلند میشی با گاری با پای پیاده میای ایران. از این تبلیغ برای آخوندا بهتر میشد؟ بعد طرف اومده داره باهاش صحبت میکنی، مردکم نشسته داره ساندویچ میخوره، میگه آقا پرچم رو شما نباید میدادی، باید میذاشتی اونا ازت بگیرن. اینا میگه هم آره که میگیرن میان هم. چقدر ما خاک تو سر هستیم، چقدر عقب افتاده هستیم، برای که یه دقیقه تصویر ما رو نشون بدن روی اینستاگرامی که خدا میدونه 500 تا از من بیکارتر نگاه میکنه، بشینیم تماس بگیریم به این عقب افتاده که به خاطر یا نادانی یا بحران میانسالی بلند شده زن و بچه و نوه و دختر و مختر همه رو ول کرده رفته اونجا و دروغ گفته از اول تا آخر. اول میگه من از نمیدونم 17 سالگی سوئد بودم، بعد معلوم شده که 8 سال پیشم ایران بوده، معلوم شده اصلا دایی این آقای کامران قادری پاسداره. الان که دیگه دوستان میگن آقا شما این کاری که کردی 100% به ضرر آخوندا بود. برگردیم سر اون خلبانی که فکر نکنید یادم رفتا، سر اون ماجرای خلبانی که میخواستم اینجا بهتون نشون بدم. و این خلبان گویا یه شاهکار بزرگی انجام داده و
سخنان کاپیتان شهبازی در خصوص ناوگان هواپیمایی ایران. دوستان اینو نگاه کنید، اینو آقای افشین عبداللهی گذاشته، ممنونم، منم از به اصطلاح شیر کردم گذاشتم اینجا. حالا ببینیم که بله، این صداش هم من باز کنم. حتی یک نفر آسیب نمیبینه. بعد به جای تقدیر و تشکر و ارتقای پست و مقام، بازنشستگی اجباری نصیبشون میشه. بله، این ماجرای هواپیماییه که الان میبینید چرخ جلوش باز نمیشه و این خلبان میاد و به اصطلاح، به اجازه بدید من اینو بیشتر بزرگتر بهتون نشون بدم که لذت بیشتری رو ببرید. ببینید، ببینیم این هواپیما میشینه به زمین. خیلی ممنون از این کاپیتان شهبازی. ولی دوستان برید شما گوگل کنید ببینید چند تا هواپیما تا حالا چرخ جلوش باز نشده و اینا همه سالم نشستن. بله، میان رانوی رو کف میریزن. اتفاقا عمو خود من تو شیراز توی فرودگاه یه مدت کار میکرد برای سوخت جت و اینها، و یه چیزایی هم یاد من داده بود که نمیدونم وقتی این سوخت جت رو میخوان ببرن هی باید بچرخونن تا تمپریچرش در حرارتش اوکی بشه. و امروز یه هواپیما از تهران اومد، نمیدونم چرخش باز نشد، ما مجبور شدیم کف صابون بریزیم و اونا بیان بشینن. ولی نگاه کنید، اولا این آقای کاپیتان شهبازی دنباله صحبتاش میگه تمام وسایل ما 75 سال کهنه هستن و ما از تکنیک دنیا عقبیم. اینو ما همه قبول داریم، اینو ما همه قبول داریم. اولش باید فوش به آخونده بدیم، دومش فوش به آمریکایی‌های بدیم که پدرسوخته ها میگن ما با آخونده نیستیم، با آخونده اسلحه میفروشن، با آخونده هواپیمای خوب برای خودشون میفروشن، ولی با آخونده داروی قلب مادر من شما رو نمیفروشن. اوکی؟ دو تا جنایتکار این وسط هست، یکی آخونده، یکی آمریکایی‌هایی که این کارا رو انجام میده. ولی ریگان اسلحه میده، اسرائیل اسلحه میده که اینا 8 سال به هم بجنگن. اینا رو برید بخونید. اوکی؟ حالا این آقا میگه هواپیماهای امروزه انقدر کامپیوتر و سیستمای ایمنی و به اصطلاح دیگه نمیدونم چی میگه های تک، اینجا میگن state of the art، بمانه انقدر بالا هستن، اغراق اینجا که اگه شما بخوای بزنیشم به کوه نمیتونی. آخه آقای شهبازی قربونت برم، سه تا عرب پاپتی هواپیما رو زدن به این ساختمونای آمریکا، مسافرها دعوا کردن هواپیما رو که قرار بود بیاد بزنه به کاخ سفید یا بزنه به مجلس توی پنسیلوانیا زدن به زمین. آخه ببخشید آقای کاپیتان شهبازی، با همه احترامی که برای شما قائلم، پوفیوز چرا دروغ میگی؟ بعد بازنشستگی اجباری. دوستان چند تا از شما هستید که توی دستگاهی کار میکنید که دستگاه خر تو خره و آرزوتون اینه که دغمرگ نشید و بازنشست بشید. اگه میگفتن بازخرید یعنی به تعداد سالایی که خدمت کرده یه پولی انداختن جلوش گفتن برو، ولی وقتی میگن بازنشست یعنی مثل جایزه دادن به طرف، به جایی که 5 سال دیگه هم وایسی کار کنی، اونم حقوق بازنشستی که تو ایران، میدونید ایران و اروپا و اینا مثل اینجا نیست که وقتی بازنشست میشی حقوق یه دفعه پنچر بشه، یه حقوق نسبتا معقولی نسبت به حقوق موقعی که داشتی کار میکردی میگیری، تازه میری یه جای دیگه کار میکنی. تازه این روزایی که 10 تا شرکت هواپیمایی آسمان، ماهان، کوفت، زهرمار هست، شما هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا هما کردید بیرون، میری یه جای دیگه کار میکنی. آخه چرا اینقدر دروغ میگی؟ و چرا ما آقای افشین عبداللهی میذاره اونجا، منم پخش میکنم، اون یکی هم پخش میکنه، اون یکی هم پخش میکنه، و هیچ کدام جرأت نمیکنیم که بگیم آقا همین آمریکا، همین کانادا، همین مالزی، همین کشورهای دیگه، برید ببینید هر چند روز یه هواپیما یه جا گم میشه.
اصلا پیدا همینجا آقای درویش، دو تا از این خانواده درویش گم شدند قبل از این ماجرای. نگفتم یه خانمی من دیدم عکس داداشش انداخته، داداشش عکس هواپیما، گفتم چه عکس قشنگی و اینها، هر وقت اومدی تو آسمون فلان به ما بگو. و خانمش خواهرش برای من نوشت آقای سوربی این عکس داداشمه، از 2016 تا حالا ناپدید شده. بله هواپیما اونشون کوچولوه، ممکنه جعبه سیاه یا بلک باکس نداشته باشه، که اگر اون های تکی که این آقای نمیدونم شهبازی میگه، کاپیتان شهبازی میگه، آقا شما هم بهتره شاه رو ول کنی بری دنبال بازی. میگه هواپیما رو شما اگه بخوای دیگه به زمین هم نمیتونی بزنی. بله این پدرسگا رفتن یه مش هواپیمای کهنه مال کشورهای روس و مال هلند و نمیدونم جاهای دیگر رو خریدن، اون هیچ حرفی توش نیست. و شما شق القمر نکردید دوستان، امروز که رفتید فرودگاه دقت کنید چرا عقب هواپیما 8 تا لاستیک بزرگه ولی جلوش 2 تا لاستیک کوچولو. برای که هواپیما، چرا پشت هواپیما اینجوری شیب داره؟ برای که هواپیما چه موقعی که بلند میشه چه موقعی که میشینه اصلا فشاری رو این پایین جلوش نیست. موتور و ایناش که اون وسطن، بار و اینا که زیر شکمشه، اون جلو دو تا قلبانه همچین هم سنگین نیست، هم برای بلند شدن اونجا سبکه، هم برای وقتی میخوان بشینن اگه نگاه کنی برعکس بلند شدن اینجوری نمیاد بشینه، حتی برای نشستنم باز همین جوری که هست میاد یواش 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 اول تهشو میذاره زمین، مثل آدم که میخواد بشین رو صندلی اول تهشو میذاره سر زمین بعد یواش یواش سرشو میاره پایین. آقا هنر نکرده این آقای کاپیتان شهبازی؟ بابا تو رو خدا، ما قرار بود ملتی باشیم که هنر نزد ایرانیان است و بس، حالا هممون شدیم دو بش فقط کمین هی بفرش. آقای عبدالله بیا بگو که ببینیم این امدادگران ایران قانونشون در مواقعی که یک کشتی گم میشه، یه نفر هواپیما گم میشه نمیتونن پیدا کنن چجوریه؟ تا چند روز دنبال زنده ها میگردن، بعد از چند روز اعلام میکنن که این فوت شده و دنبال جسد میگردن. و تا حالا خیلی اتفاق افتاده که وقتی دارن دنبال جسد میگردن یه دفعه میبینن طرف 12 روز زنده بوده، داشتیم 2 هفته زنده بوده، یه دختر کوچولو مثلا زیر آوار، داشتیم یه آقایی میگفت که ادرار خودش رو میخورده که به اصطلاح به جای آب تا زنده بوده، که البته بعد ثابت کردن که این خیلی هم ضرر داره و بدتره. نمیدونم این هم از آبادانیست قلوف کرده. خانم ایوان پری، خانم پری بذارید من یه چیزی بگم، که این فامیلی شما باعث شد من فامیل یک خانم آمریکایی رو که سال 1987 یه نصیحت بزرگی به من کرد که تو زندگی آمریکا من موفق شدم بگم. و روزی که داشتم این داستانی میگفتم فامیل این خانم از یاد من رفته بود، حالا که اسم شما رو دیدم من به اصطلاح فهمیدم که اسمش، ما بهش میگفتیم میس پری، همین مثل پری میسون هم بود یه چیزی، این میس پری. حالا براتون یه داستانی بگم. من دیروز اینجا نشسته بودم، یکی از دوستان خوب و جوان ما نوشت که آقا من با یه مشکلی برخورد کردم، کسی هست کمک کنه؟ گفتم خب اول بگو چه مشکلی داری ما نگاه کنیم ببینیم، راهنمایی ادیتینگ فلانه، بگم جانم فدایت فلانه، یا اینکه پوله؟ تا بگی پوله میگم آخ خوب شد که زنگ زدی، پول داری ازت قرض کنم؟ خلاصه معلوم شد بله پوله. این دوست ما ماشینش رو یه جایی پارک کرده، اومدن به اصطلاح تو کردن بردن، و این تو اینا تو کمپانی هم نمیدونم والا خدا، اگه شیطون به اصطلاح فکر کرده تو جهنم تو بهش نگه داشته شیطونه و فقط آدم ها رو فرستاده اینجا، شیطون رو در شکل این تو این کمپانی ها فرستاده رو کره زمین، نه اینایی که میان شما رو کنار جاده کمک میکنن، یه گالون بنزین بهت میده 50 دلار ازت میگیره میرسونت تو مکانیکی ها. اونایی که میچرخن ماشین شما یه جایی باشه که قرار نباشه، که یه سریشون هم گرفتن ماشین شما جاییه که قرار باشه، ورش میدارن میذارنش جایی که قرار نباشه، عکس میگیرن بعد توش میکنن میبرن میگن این ماشین رو زده جای فلجا. حالا شما بیا ثابت کن آقا من اینجا نبودم. بعد دوربین مخفی گذاشت، یه نفر رفته و دنبالشون و اینها،
پیدا کرد که آقا این طرف میاد ماشین شما رو میکشه از جایی که هست ور میداره میذاره جای ممنوع، بعدم ور میداره میبره اون وقت چارج میکنه. یه چارجی میکنن هوک، یه چارجی میکنن موف، یه چارجی میکنن روزانه. مثلا شما اگه بخوای یه پارکینگ خشنگ فرودگاه فلان با شاتل هم ببرنت روز 16 دلاره، نزدیک باشه روزی 30 دلاره. این کوفتیا یه جای کثیف، یه قبلا که سگ هم نگه می‌داشتن، شما اگه حرف می‌زدی سگ می‌خواست بخورت، غیر قانونیش کردم، یه جای کثیف و اینها معمولا جای مواد فروشی اینا هم هست، روزی 50-60 دلار شما رو نقره داغ. این کلمه نقره داغ واقعا اینجاست. آقا چشمتو به هم میزنی، ماشینتو بردن، حالا باید بری یه ماشین کرایه کنی، فعلا بری سر کار برگردی یا اوبر فلان اینا، اینجوری یه دم بینی 1000 دلار عقب میفتی. حالا تو آمریکایی که شما اگه یه روز مریض باشی، دوستان گفت 28% از افرادی که تو آمریکا کار میکنن وقتی مریض میشن نمیتونن زنگ بزنن الو من مریضم نمیتونم بیام، چون میدونه اگه امروز کار نکنه جمعه 80 دلار یا 100 دلار امروز رو نداره و خونش رو میریزنش بیرون، آب برق و اینا رو قطع میکنن، گاز رو قطع میکنن، ماشینش رو میان تو حیاط خونش ور میدارن میبرن. به خاطر اینکه بیمه، نه بیمه که بره دکتر، به خاطر اینکه بهش میگن سیک لیو، یعنی روزی رو به خاطر مریض شدن نمیتونه تعطیلی بگیره، میره سر کار، همین یه نفر 40 نفر رم که اونجا کار میکنن مریض میکنه. تو قصابی باشه تمام گوشتا رو با عدسه و فلان، تو نونوایی باشه همینجوری. 28% از آمریکایی‌ها ملت، من ایران نیستم، شما برین ایران آزاد کنین، خودتون رئیس جمهور بشین، خودتون شاه بشین، اگه من اومدم رام ندین. من تو آمریکا هستم، من هم فکر کردم اینجا بهشت برینه، آمدم آمریکا. حالا یه دوست مرزشلی یه پیامی گذاشته برای یه دوست دیگهش، میگه ببین بلند نشی بیای آلمانا، تو آلمان اینجا ما رو مثل نمیدونم سگ. بابا سگ که این بمسه سال بعدی زدی، سگ که خیلی خوبه در هر صورت فلان اینا. بعد ببین آخرش نصیحت میکنه، میگه اینو دیگه من بی پروا میگم، اگه حتی خواهرتو بفرستی سر فلکه تخت مردش، مردش خیلی معروفه، میگن سر 72 تا گروه اونجا بازه. من یه مدت برای آقای دیقان پیشه کار میکردم و هر وقت رد میشدم اونجا میگفت که سوربی جان اینجا خیلی یواش برو، اینجا سیدای گوباز و نمیدونم فلان و اینا سر 72 ملت توی مردش باز هست. بعد این طرفی که اومده آلمان به دوستش نصیحت میکنه اگر خواهرت رو بفرستی سر خیابون با کونه برهنه بره کار کنه پول در بیاره بیاد بده به تو، بهتر از اینه که بیای آلمان توی این کمپای آلمان 10 ماه 8 ماه 1 سال 2 سال گرفتار بشی. حالا ما تا دهن باز میکنیم میگن آقا رفتی نشستی اونجا کنار ساحل هم به ما میگی نیا، بیاین من از خدا من همتون بیاین، چون اگه همتون بیاین، همتون ظرفشویی کنید، همتون راننده تاکسی بشین، همتون کتاب تلفن پخش کنید که دیگه الحمدلله کتاب تلفنم کم شده، من خوشحال میشم، میگم من تنها احمقی نبودم که این کارو کردم، امروز هم هنوز هستن کسانی که میان، بیاین منتظرتون هست. ای بابا اینجا کجاست، من کجام، من نمیدونم این چیه. جوان پناهجوی ایرانی برای التون جان موزیک ویدیو ساخته، خب مبارک باشه. راستی راجع به آقای رضا پهلوی بگویید که چطوری سر پرواز میکنه یا سر پرواز میکنه، چون ایشون مثل اینکه در مورد کشته شدگان هواپیما گفتن مثل سرو پرواز کردن. تو رو خدا شما هنوزم از رضا پهلوی انتظار داری حرف درست و قشنگی بزنه؟ این بدبخت بابا عقب افتاده است، ولمون کن بریم میس پری رو براتون بگم. ما سال 86 اینجا آمدیم و رفتیم یه بیزینس خودمون رو شروع کردیم و اینها، هر روز این ماشین خراب بود اذیت میکرد، باید بعد از کار تازه وای میسادیم درست کنیم. گفتیم آقا ما میخوام بریم یه ماشین نو بخریم. حالا یه چیزی هم یاد گرفته بودیم، چند تا اخبار و رادیو و اینها رو گوش داده بودیم که اینجا در آمریکا و شرکت های سهامی با مسئولیت محدود درست میکنی، اونجوری شما مسئول نیستی، اگر شرکتت ورشکست کرد شما مثل آقای ترامپ میبینی پدر سوخته 6 بار ورشکست کرده. راستی ترامپ دوباره گند زده، دیروز عکس یه دختر خانمی گفته این توی لابی همون ساختمونش اول اینجا رو ماچ کرده، بعدم اینجا رو ماچ کرده، بعدم وسطش رو،
بعد این میگه نه من اصلا اینو نمیشناسم و کدام احمق دیوونه جلو دوربین و اینها میاد همچی کاری کنه. همه گفتن تو پدر سوخته شارلاتان، تو کسی که اتوبوس و دوربین فیلمبرداری یا میکروفون هست اونجوری گفتی راجع به زنها اینجوری. بعد دیشب مسخرهش میکردن، گفت که اتفاقا پوتین گفته که این خانم درست میگه، چون ترامپ وقتی هم که ببخشید دیگه برنامه من میدونید گفتم تعارف نمیکنیم، چیزی رو تو زرورق براتون نمیذاریم، پوتین گفته این وقتی که کون من رو هم ماچ میکنه این ورو ماچ میکنه اون ورو ماچ میکنه بعدم از وسطش میخوره. دوستان ببینید تو آمریکایی هستیم که ترامپ رئیس جمهور ما، تو آمریکایی هستیم که ترامپ یک مفتی عربستان فتوا داده این از طرف خدا مبعوث شده. گفتم بله شاهدت کیه؟ دم دم بم. به روبا میگن شاهدت کیه؟ میگه دم بم. اون مفتی پدر سگ میگه این از طرف خدا اومده که فردام این بگه که بله قطر رو بزنید، چون قطر داماد من بدهکار بهشون، میخوام نابود بشه، ولی عربستان سعودی که از لحاظ هیومن رایت، از لحاظ نمیدونم تروریست نمبر وانه، اینو ولش کنی. یعنی اینا چیکار میکنن؟ نون به هم قرض میدن. حالا این خانم ایوان پری میگه آقا ما رو دغمگ کردی، یا بگو ببینیم این ماجرای میس پری چیه. ما سال 87 رفتیم یه ماشین دیدیم و قیمتش هم چیز کردیم و اینها، گفتن خب میخوای چیکار کنی؟ گفتیم خب مثل آمریکا دیگه، یه مقدارش رو نقد بدیم یه مقدارش هم قسط بندی کنیم. گفتن که درآمدت چیه؟ گفتیم بابا ما تازه اومدیم توی آمریکا، سال قبل ما اینو نوشتیم پولی در نیاوردیم. اینا گفت خب کی ضمانتت میکنه؟ گفتم آه شرکت واس کردیم 75 دلار، نه اون موقع 400 دلار وکیل از اون گرفته بود، 400 دلار دادیم ما خیلی دیگه بزرگ شدیم، من جدا هستم از شرکت. این خانم میسپری که مسئول فینانس بود مرد دیگه، الان نیستش بنده. گفت سوربی این درو ببند بیا تو. یه چند مدت قبلش هم وقتی ما میرفتیم این با وجودی که خیلی پیر بود هی به ما شوخی میکرد، ما گفتیم نکنه این یه کاری داره به ما گفت درو ببند. یه کمی هم گفتیم هنوزم بالاخره هنوزم بله، درو بستیم. گفت بش نشست، گفت بذار من یه درسی بهت یاد بدم. و اینو سال 87 به من گفت، 1987، یعنی میشه 31 سال پیش ها، درست میگم؟ گفت من یه درسی بهت میدم، ممکنه این درس تو زندگی بارها کمکت کنه. گفت وقتی میری یه جایی اجازه نده اونا ازت بپرسن که تو چه چیزی رو میخوای ضامن بذاری، برو اونجا بگو که من میخوام این ماشین رو بخرم، با همسرم هم صحبت کردم، همسرم هم گفته فکر خوبیه، ما چون تو این مملکت جدید هستیم دوتامون حاضریم امضا کنیم. حالا دوستمون بهش دیروز گفتم که آقا شما باید اولا به اینجا دیگه نرسید، الحمدلله مثل که کارش درست شد، ماجرای تکس بود و این فرشید اینم کاک شیرازیه، میگه کاکو حرفای بی تربیتی نزن تو رو به خدا. دیدی تو دعواها طرف به اون یکی میگه آخه پدر سگ مادر قهوه چرا توهین میکنی؟ اونم میگه من توهین میکنم؟ فلان فلان شده، دوتاشون به هم فوش میدن. آقا اینا نقل نبات زندگیه، ولش کو بیخیال. خانم میس پری به من گفت که شما این چیزایی که تو رادیو و تلویزیون شنیدی اینا رو بریز تو صندوق آشغال، اینا برای اوناییه که اینجا شارلاتان شدن بعدن این کارا رو میکنن که از شارلاتانیشون یه پولی ببرن. تو بیچاره‌ای که اومدی اینجا داری از صبح ساعت 6 تا 12 شب کار میکنی، با این حسن نیت و اینها من بهت یه پیشنهاد میکنم، اینجوری عمل کن، حتی بگو من اون یه ماشین دیگرم که دارم اون ماشین رو هم به عنوان کلاترال، کلاترال فکر کنم یه جوری میشه مثل ضمانت، وثیقه، کلمه فارسیشو مترادفشو بزنید روی دیکشنری برای من بفرستید، نمیدونم چی بگم ولی به انگلیسی میفهمم که کلاترال، حتی تو جنگام میگن مثلا این کلاترال لاست بود، یعنی در اصل ما گفتیم خب باشه. حالا اینو گوش کن شما، تا گفتیم بله همسرمون هم حاضر امضا کنه، گفت یه درصد، اون وقتا سود نمیدونی چقدر بود دوستان، مثل الان که نبود 3% بگیم خیلی گرونه، 2% 14% 15% 18% 21%. گفت اوکی چون همسرت ضامنت میشه یا میشه شریکت تو این، 1% به تخفیف میده، چون ماشینی هم که داری اونم به عنوان کلاترال میذاری،
خب ما داریم بهشون میگیم چی؟ میگیم آقا من حاضرم ریسک کنم، نمیگم که من از شما میخوام شما ریسک کنی من وایسم اینجا تا یه روزی هم سردرد گرفتم بگم آقا گور پدرت ماشین اونجا برو ورش دار. و این اتفاق افتاد، ما ماشین رو گرفتیم. 3-4 سال بعدش دوره کلینتون خورد به اون بنبست دات‌کاما بابلا و فلان اینها، و یادمه هم من هم داداشام یک کیسای پلاستیک اینجوری مثل زیپلاک تمام این کلیدای ماشین رو ریختیم داخلش، از رودخونه رفتیم اون بر، نکی شنا کردیم ما، از رو پل رفتیم اون بر، شرکت فاینانس اونجا بود. حالا هم دیگه خیلی ماشین داشتیم، خیلی بزرگ شده بود. تو آمریکا اینجوریه، میگه یا بزرگ باشو یا مالیات بده. شما هم از حماقت هی بزرگ میشی، هی بزرگ میشی، هی بزرگ میشی. یادت میره سعدی بهت گفته هر که بامش بیش برفش بیشتر. در هر صورت رفتیم اونجا گفتیم که ما اومدیم اینا رو بهتون بدیم. اون موقعی بود که این ملت لاستیکای ماشینشون در میبردن میفروختن، موتور ماشینشو در میبرد به جای موتور 11000 دلاری رو به شما میگفت 1000 دلار. و ما این کارو نکردیم، ما ماشینا رو پارک کردیم رفتیم به طرف گفتیم آقا من کار نیست، کار نیست، نه کسی آسفالت میکنه، نه کسی شن میاد، نه کسی خونه میسازه، و ما اینا مونده اونجا، ما نمیخوایم مسئول باشیم، این کلیدا رو شما بگیر فلان. طرف گفت بشینید. نشستیم. گفت کافی میخوریم؟ گفتیم بله میخوریم، ما ایرانی هستیم هر چی مجانی باشه میخوریم، تیر و زهر مار و طنابم بدی خودمون اعدام میکنیم. نشستیم، من داداشم دو تا کافی خوردیم و گفت که خب ما این ماشینای شما رو بگیریم چیکار کنیم؟ گفتیم ما چه میدونیم. گفت الان ببینید خریدارا وایسادن تو صف. گفتیم کسی اونجا نیست که. گفت خب منم همین رو میگم، ما چه کسی رو بهتر از شما پیدا کنیم که میگی من تا امروز از این ماشینا نگهداری کردم از امروز به بعد نمیتونم، حالا من یه پیشنهاد میکنم. گفتیم بفرما. گفت من از امروز ازتون قسط نمیگیرم، بهش میگن skip payment، از امروز ازتون قسط نمیگیرم، نه که میبخشم بهتونا، برو 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه 6 ماه دیگه که کار درست شد، خب ما هم میفهمیم دیگه، میفهمیم طرف داره میاد ماشین میخره و اینها، اون موقع شروع کن بس بده. و ما این کار کردیم و چقدرم موفق شدیم، چون اگه اونا رو داده بودیم رفته بودیم دیگه هیچ کس اینجا یه ماشین سواری هم بهمون نمیفروخت. حالا من نصیحتی که به این دوستم دارم اینه، اولا شما به اونایی که دورترن مراجعه نکن، با وجودی که میدونم ممکنه نزدیکترا چیز کنن، ولی اونا شرایط شما رو بهتر میدونن. برو به صاحبخونه بگو ببین من این چند ماهی که اینجا بودم هر ماه اجارهمو دادم یا نه. میگه بله. بگو نگاه کن الان این برای من یه چیزی پیش اومده، اینجوری ماجرا و تکسم اینجوری اینها، و الحمدلله نمیدونم حالا یا اونی که من بهش گفتم تکس ریفاند، یعنی پولی که شما از دولت طلبکاری وقتی میری مالیات رو پر کنی این شرکت ها بهت پول میدن، تازه میبری میذاریش تو والمارت 10% هم بهت بیشتر میده که از خودش خرید کنی. بعضی چیزها رو ما چون نمیدونیم ضرر میدیم، ما همیشه داریم ضرر نادانیمون رو میدیم. ناگفته نماند. وقتی هم که بدونی گفت هر که فهمش بیش دردش بیشتر، این رو بر چچی اون شعره ساختن، هر که بامش بیش برفای زیده. هواپیما رو گفتیم، یه دوستی یه چیزی فرستاده که وقتی من خواستم گفتم فردا میخونم، گفت تو رو خدا اسم من نگی، یا نه این که من از کسی میترسم، نه این که من ابایی دارم، ولی اسم من نگو. آخه دوست عزیز، اگه شما دروغ نگفته باشی، اگه شما توی کافه نشسته باشی تو پاریس، دو نفر سه نفر اومدن رد شدن ایرانی حرف زدن، بعد دوتا بغل میز شما یه کاره ای بودن، اونا گفتن که این ایرانی ها میبینی همش میان به ما میگن که جاسوس نمیخوای، و ما خیلی اصلا موندیم که این ایرانی ها چی هم، نکنید این کارا رو. آقا شما چجوری رفتی تو رستورانی نشستی که اون مسئولین سکیوریتی فرانسه هم اونجا داشتن کافی میخوردن، بعد چجوری اون دو نفر حرف زدن رفتن ایرانی، این دو نفر شنیدن اینا ایرانی هن. بعد این دو نفر به شما حرف زدن شما فهمیدی؟ نکنید، ننویسید. والا اگه نگیم، اگه ننویسیم سنگین تریم. بله ایرانی ها، خود منم بارها گفتم، به من میگن مزدور، میگن والا بلا اگه شما مطمئن بودید من مزدورم زنگ میزدید میگفتید آقا من حاضرم نصف حقوق اینو بگیرم بیام جاش کار کنم.
اینا میدونم، ولی دیگه اینقدرم خودمون تو سر خودمون نزنیم. دوست عزیز من نمیخونم اصلا اون نامه رو، چون اینجا اسم شما رو هم نوشته بودم امیر، و وقتی گفتی جاسوس گفتی اسمم نگو، گفتم دیگه اصلا این مطلب بیمایه چی میشه، اصلا خیلی لوس و سبک میشه، ولش کن بره. خب بذارید ببینیم که این چه باید کرد. بله این دوستمون آقای تیمور گلچین میگه که آقا یه چیزایی برای نسل آینده بگو. میگم آقا داری با من شوخی میکنی یا با خودت شوخی میکنی؟ نسل آینده که به من گوش نمیده، نسل آینده داره موزیک گوش میده، آهنگ گوش میده، داره انگلیسی با این و اون چت میکنه، اصلا تو این خطایی که من و شما بودیم نیست. گول خودمون نزنیم. این یک. بریم این نوار آدیوی شماره چند، بذارید براتون پیداش کنم، این صدا رو باز کنم. عقل بشر شماره 40، به ایشون هم تبریک میگم از خلیج فارس که ایشون هم 40مین برنامه رو فرستادن. دوستان شما هم الان بها میدونه، برای 2 دقیقه که میخواد زنگ بزنه تلفن آماده فقط حرف بزنه چقدر کارش مشکله، ولی این دوستمون میره تحقیق میکنه، جمع آوری میکنه، مینویسه، بعدم میخونه، بعدم ارسال میکنه، ما هم اینجا پخش میکنیم. هر کاری مشکله قدم اولش، بعد قدم اولی که برداشتین میگن طولانی ترین راه ها با اولین قدم به اصطلاح آغاز میشه و حل میشه و به پایان هم که رسیدی خوشحال. بریم اینو بشنویم با هم، ببینیم این دوستمون امروز چی میگه. سلام بر علاقمندان شنیدن گفتارهای عقل، هفتگی عقل بشر در تلویزیون مردم. در گفتارهای پیش به عدم دسترسی به قرآن در طی قرنها اشاره کردم. در این گفتار از صفحه‌های اینترنت متن‌هایی درباره تاریخ چاپ قرآن را برایتان نقل می‌کنم. امیدوارم بپذیرید این کتاب مقدس پس از گذشت بیش از 1000 سال به دست مریدان دین و جانباختگان و مجاهدینش قرار گرفته است. با بررسی در صفحه‌های اینترنت به زبان فارسی این نوشته را از آقای محمد هادی معرفت یافتم که برای شما نقل می‌کنم و عنوانش پیشینه چاپ قرآن کریم است. چاپ مصحف ها نیز مانند کتابت آن در دوره های مختلف رو به کمال داشته است. نخستین بار در سال 950 هجری مطابق 1543 میلادی قرآن در بندقیه ونیس به چاپ رسید، ولی پس از چاپ مقامات کلیسا به معدوم کردن آن دستور دادند. پس از آن در سال 1104 هجری مطابق با 1692 میلادی هنکلمن در شهر هامبورگ به چاپ قرآن همت گماشت. پس از وی در سال 1108 هجری مطابق با 1692 میلادی مراکی در پادو به چاپ قرآن دست زد. به سال 1200 هجری مطابق با 1785 میلادی مولانا عثمان در پیترزبورگ روسیه قرآن را چاپ کرد و این اولین چاپ اسلامی قرآن بود. نظیر آن در قازان نیز به چاپ رسید. فلوگل نیز در سال 1252 هجری مطابق 1836 میلادی در شهر لیپزیگ به چاپی مخصوص از قرآن دست داد. این چاپ از قرآن به علت املای ساده آن با استقبال بی‌نظیر اروپاییان روبرو شد. اما مانند دیگر چاپ‌های اروپایی در جهان اسلام توفیقی به دست نیاورد. اولین دولت اسلامی که به چاپ قرآن اقدام کرد و اقدام آن با موفقیت روبرو شد ایران بود. این دولت اسلامی 2 چاپ سنگی زیبا و منقح از قرآن تهیه کرد. این چاپ ها که در حجمی بزرگ ارائه شده و دارای ترجمه در ذیل هر سطر بود و برخوردار از فهرست های متعدد بود، اولین نسخه به سال 1243 هجری مطابق با 1827 میلادی در تهران و دومین نسخه در سال 1248 هجری
مطابق با 1832 میلادی در تبریز به چاپ رسید. در این زمان در هند نیز قرآن چاپ و منتشر شد. به دنبال آن از سال 1294 هجری مطابق با 1877 میلادی ترکیه عثمانی به چاپهای مختلفی از قرآن دست زد که در نهایت زیبایی و استواری قرار داشت. در سال 1323 هجری مطابق با 1905 میلادی روسیه تزاری به چاپ قرآنی به خط کوفی و به حجمی بزرگ همت گماشت که تصور می رفت یکی از مصحفهای اولیه عثمانی است. این قرآن خالی از نقطه و علایم فتحه و کسره بود. چند ورق از اول آن افتاده و آخر آن نیز ناقص بود. این قرآن از آیه هشتم سوره بقره و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین آغاز و به آیه چهارم از سوره زخرف و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم پایان میافت. این قرآن در سمرقند پیدا شده بود و در اختیار کتابخانه سلطنتی در پیترزبورگ بود و انستیتوی آثار در تاشکند آن را با همان حجم اصلی و خصوصیات دیگر در 50 نسخه فوتوکپی کرده به دی اس اس مهمترین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی هدیه نمود. نسخه از این قرآن در کتابخانه دانشگاه تهران با شماره 14403 موجود است. در سال 1342 هجری مطابق با 1923 میلادی کشور مصر به چاپ قرآن اقدام نمود. چاپ این قرآن به وسیله کمیته ای با تعیین وزارت اوقاف آن کشور و به سرپرستی مشایخ الازهر انجام شد. این نسخه از قرآن با پذیرش جهان اسلام روبرو شد و چاپهای بسیاری بر اساس آن انجام گرفت. در سال 1370 هجری مطابق با 1950 عراق نیز به چاپ نفیسی از قرآن دست زد. همچنین سراسر جهان اسلام به چاپ و نشر قرآن به بهترین صور و زیباترین انواع چاپ همت گماشتند. این روش همچنان در جهان اسلام ادامه دارد. همچنین قرآن دیگری از خطاطی سوری به نام عثمان طاهر رواج یا این قرآن در کشورهای سوریه، عربستان، ایران، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی چاپ شد. ویژگی این چاپ تنظیم آیات در صفحه و تقسیم منظم حزب‌ها و جزء‌های سیگانه قرآن است. در اینجا نوشته آقای معرفت پایان یافت. ایشان شیخ هستند و برای شناخت بیشتر اجازه دهید معرفیشان کنم. آقای معرفت از یک خانواده مذهبی و نوه شیخ عبدالعال المیسی هستند که صاحب رساله و آیت الله بود. آقای محمد هادی معرفت عضو گروه استادان حوزه علمی قم چندین کتاب درباره قرآن نوشته اند که با ارزش معرفی و مهم شمرده می شود. این شیخ پژوهشگر در آغاز این مقاله همانطور که ملاحظه کردید نوشته قرآن پس از گذشت دوره‌های مختلف به درجه کمال رسیده است. در این تاریخچه آمده که قرآن پس از 11 قرن از مهاجرت پیامبر اسلام برای اولین بار چاپ شده و طبیعتاً در اختیار تعداد کمی از مسلمانان که سواد داشتند قرار گرفته است. در این مقاله نکاتی را که در گفتارهای پیش به عرضتان رساندم تأکید شده اند. یکی همان چاپ قرآن در مصر در سال 1923 که علمای ازهر قبول نکردند قرآن بنا به تسلسل تاریخی منتشر شد. با ثبت این واقعیت ها می خواهم کسی عاقل و با خرد و دانش جلو آمده و به من که اعتراف می کنم عقلم در اختیار خودم نیست بیخردم و به بیماری چه مبتلا می باشم بفهماند چگونه در این تاریکی نادانی و بیدانشی از دین و کتابش هزاران هزار از انسانها پیرو اسلام شدن. آن زرنگان ریشو عمامه به سر و قبا بر تن چه به مغز این آفریدگان وارد کردن که با میل و رغبت
آماده جانبازی و کشتن هزاران انسان دیگر شدند. چگونه با این همه نادانستنی ها عقل انسان آماده خودکشی و کشتن بنی نوع خیش می شود؟ چرا انسان به بی عقلی خود آگاه نیست؟ برای شناخت عقل انسان چه باید کند؟ این چه وضعی است که تا کنون ادامه دارد؟ هر روز خبر کشتار تعدادی از مردم و به ویژه مسلمانان را می شنویم که توسط یک متعصب خودکش از بین می روند. آیا می شود جز این نتیجه گرفت که با گذشت قرنها هرگز عقل انسان تغییری نکرده؟ در تاریخ آمده هنگام آغاز جنگ‌های استعماری و جهانگشایی اسلام، معروف به فتح‌های اسلامی در زمان خلیفه عمر بن خطاب، یکی از مسلمانان در پاسخ به دعوت رفتن به جهاد گفت: من که دشمن ندارم، برای چه به جنگ برم؟ برای چه برای کشتن انسان‌هایی که نمی‌شناسم اقدام کنم؟ مگر آنها به من چه کرده‌اند که باید برای کشتنشان از خانه و کاشانه و خانواده‌ام دور شوم و جانم را به خطر اندازم؟ این شخص به تهمت عدم اطاعت از ولی امر یعنی خلیفه زمان و امتناع از انجام وظیفه جهاد که بر مسلمانان فرض شده توسط مجاهدین بهشت رو سربنیز شد. این شخص بنابر گفتار عقل بشر کسی بود که از عقل خود استفاده کرده و بدون تشخیص مبتلا به بیماری چه بود. آیا قبول کردید طرز فکر و اندیشه یک پژوهشگر از روش معمول و عمومی و گله‌ای انسان تا چه اندازه دور است و در چه جهتی قرار گرفته و به کجا می رود؟ این علت سبب شده که در طول تاریخ همه دیگر اندیشان دیوانه، خارج از چوب اجتماع، چارچوب اجتماع، مخالف با حکمران، انکار کننده اوامر خلیفه و ولی امر یا فقیه و سپس کافر و زندیق شمرده شده و سر بریدن و ریختن خونشان حلال باشد. این طرز فکر از روز اول توسط حکمران چوپان برای بر همه مردم تحمیل شده و تا کنون ادامه دارد. کمتر انسانی هست که از بره بودن خود اطلاع و توان دوری از همگروهی با گله را در اختیار داشته باشد. اجازه دهید یک شخصیت تاریخی دگر اندیش و مبتلا به بیماری چه را برایتان به عنوان نمونه و به طور خلاصه معرفی کنم. لطفاً برای بیشتر دانستن با تایپ نامش در اینترنت خود بیشتر بخوانید. این شخص به نام حلاج معروف است. حسین بن منصور در سال 244 هجری قمری در روستای تور از توابع بیضای فارس در خانواده‌ای تازه مسلمان و سنی مذهب متولد شد و در دارالحفاظ شهر واسط به کسب علوم مقدماتی پرداخت. درباره ملیت او اختلاف است. خیلی ها او را عرب از بین النهرین یعنی عراق می دانند. در اثری که این شخص برای ما به ارث نهاده تبعیتش مهم نیست. چنین شخصیت هایی تبعیت میهن آدمیت و متعلق به همه دنیا می باشند. در 12 سالگی حافظ قرآن شد. سپس برای درک مفاهیم قرآن نزد سهل ابن عبدالله تستری رفت و راه و رسم تصوف را از او آموخت و خرقه پوش شد. در 18 سالگی به بغداد رفت و از آنجا راهی بصره شد و نزد عمر بن عثمان مکی 18 ماه هم نشین گشت. در این ایام شطحیات یعنی دریوریگویی حلاج آغاز گشت و از این رو بود که عمر ابن عثمان از او رنجید و او را از خود راند. او نیز راهی بغداد شد و در حلقه درس جنید بغدادی وارد گشت، اما جنید او را به سکوت و خلوت نشینی فراخواند. حسین بیشتر به نام پدرش منصور حلاج معروف است. برای وی کنگه های دیگری نیز چون ابو عماره، ابو محمد، ابو مسعود و ابو المعین هم آورده اند. برای لقب او حلاج سه توجیه آورده اند. یک، پدرش پیشه حلاجی داشته است. دو، نیکو سخن می گفته و رازها را حلاجی می کرده است. سه، معجزه‌ای در همین زمینه از خود نشان داده است. از کنار یک انبار پنبه می گذشت، اشاره کرد و دانه از پنبه بیرون آمد. گفتار و رفتار عجیب خارق العاده حلاج باعث شد که معتزلیان وی را به شعبدگی متهم کنند. سرانجام حلاج بر اثر فتوای ابوبکر محمد ابن داوود مؤسس مذهب ظاهریه مبنی بر واجب بودن قتل او و اقامه دعوای سهل ابن اسماعیل ابن علی نوبختی و پیگیری های ابوالحسن علی ابن فرات وزیر شیعه مقتدر
خلیفه عباسی در سال 301 هجری قمری 7 سال در بغداد به زندان افتاد و پس از 7 ماه محاکمه در سال 309 به فرمان حامد ابن عباس وزیر وقت عباسی به دار آویخته شد. کسانی هستند که او را کافر زندیق دانسته و اعدامش را در نگهداری و حمایت دین خدا شمردند. مخالفین او را ستودند. او یکی از شیخهای صوفیان به معنی صاف و در صفا بودن است. در اینجا شما دعوت میکنم به گفتار بزرگان درباره حلاج کوتاه سخنانی بشنوید. مثلا عطار در مقدمه حلاج را آن قتیل الله فی سبیل الله و شیر بیشه تحقیق و شجاع صفدر صدیق و آن غرقه دریای مواج حسین بن منصور حلاج رحمت الله علیه نامیده. ایران شناس معروف پروفسور ادوارد براون انگلیسی درباره حلاج می نویسد: راست است، نویسندگانی که تراجم احوال اولیا و اوتاد و پیروان طریقت را نوشتهاند، حسین بن منصور حلاج را اندکی به شکل دیگری معرفی کردند، لکن شهرت او به همان اندازه میان هموطنانش پایدار است. شاعران صوفی منش مانند فریدالدین عطار نیشابوری و حافظ و امثالهم اکثر نام وی را با ستایش ذکر می کنند. در ادبیات فارسی اصطلاح حلاجوار آرایه‌ای ادبی است. معنیش فردی می باشد که بی‌پروا از عواقب عقیدهش آنچه بدان باور داشت بیان کرده تا آنجا که در پای بیباکی سر را می بازد. بیشتر شاعران یک بیت تا یک فصل از دیوان خود را به حلاج اختصاص دادند. فصلی از کتاب تذکرت الاولیا عطار به او اختصاص دارد. حافظ درباره او میگوید: گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. علامه محمد اقبال لاهوری درباره بدار کشیدن حسین منصور حلاج چنین سروده: کم نگاهان فتنه ها انگیختند، بنده حق را به دار آویختند، آشکارا بر تو پنهان وجود، بازگو آخر گناه تو چه بود. ابو سعید ابوالخیر سروده: روزی که انالحق به زبان می آورد، منصور کجا بود خدا، کجا بود خدا. همچنان سنایی، مولوی، فخرالدین عراقی، مغربی تبریزی، محمود شبستری، قاسم انوار و شاه نعمت الله ولی درباره او ابیاتی سرودند. نه فقط گذشتگان بلکه معاصرین هم درباره حسین منصور حلاج قلم فرسایی کردند. آقای محمود سراجی قصیده بسیار بلند نظم کردند که در چند بیت اولش میگوید: از شهد کلام داغ منصور، آن بلبل مست باغ عرفان، زان شیر ژیان پیشه بیشه عشق، زان گرد حریف و مرد میدان، فریاد ان الحق آید از دل، لبیک راجعون به یزدان، شهباز هوای کوی معشوق، انباز و شریک موج و طوفان، بیتاب به سال دیدن یار، برکنده دل از بقیه یاران، مستغرق بحر وحدت خیش، فارغ ز مقال و کفر ایمان، پروانه صفت ز خود بدر شد، تا پر بکشد به سوی جانان، سردار زمانه بر سر دار، در حال سماع و ذکر و رقصان، می گفت به قوم غافل از حق، کی سنگ به دست و بی خیالان، ای کاش که سنگ هم زبان داشت مانند سبحه گویان. در پایان این قصیده بلند چنین سرودند: آتش غیرت به وجودش زدند، صاعقه بر بود و نبودش زدند، از تن حلاج چو برخاست دور، عاشق و معشوق یکی گشته بود، مرغ دلش پر زد و دامن کشید. و حضرت آیت الله روح الله خمینی درباره منصور حلاج چنین سرودند: فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچون منصور خریدار سردار شدم، حال خودمان شاهد بودیم کسی که کوسه انالحق زد و ادعای حق رسانی داشت و برای احقاق حق آماده دادن سر، وقتی بر سر قدرت رسید، چگونه انالحق را فراموش و سر دار را به دیگران ارزان فروخت، سرهای حقگویان و دیگر اندیشان را کند و خانه هایشان را ویران کرد. با
وارثین حلالزاده‌ای برای من گذاشت که الحق و الانصاف مقلدش هستند. صدها تن به تهمت محاربه با خدا، تهمتی که در تاریخ اسلام سابقه نداشت، سرشان را بر در باختند. گویی که حاکم شهر، صادر کننده حکم و ولی فقیه، تصدیق کننده حکم، همچون قاضی زمان حلاج مقامی فوق العاده داشته و از نیتهای مغز بندگان حقو و مسائل رضایت خدا با خبر. تاریخ تکرار می شود و ما غرق در خیالهای خود در انتظار بهتر. به همین علت طی این گفتارها از شما تقاضا کردم گول خوش سخنان را نخورید، کارنامه عقلشان را، عملشان، کارنامه عملشان را بیابید. هر چند که سخنگو گفتار عقل تقدیمتان کند و سخنانش را بپسندید. مغز گران خود را قدر نهید، همه سلولهایش را به کار انداخته و بیندیشید. به توانایی خود ایمان آورده و دانش پژوه گشته، بحث نموده و انگاه تصمیم گرفته و علیه خود قبل از دیگران حکم صادر کنید. روز و روزگارتان خوش. ممنونم از شما. میدونید که دوستان آقای خمینی شعرم میگفته و این رو تا موقعی که مرد هیچکس نمیدونست. بعدن دفتر اشعارش اومد بیرون راجب به می و انگور و نمیدونم این چیزام صحبت کرده بود، ولی این شعری رو که این دوستمون میگه اینه: فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. این دوستمون عمدن گفت که همچون منصور خریدار سردار شدم، که یعنی خودم سردار شدم، مقام و رتبه دیگران رو فرستادم سر دار. در صحبتای این دوستمون یه جایی ایشون گفت که به چه 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 چه، بعضیا که برنامه اولشون هست که میبینن یا میشنون این صحبتایشون رو میگن چی بود، سوزن خورد یا نه. این دوستمون میگه که من بعد از سالها تحقیق و مطالعه و اینها به درد چه 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 کنم چه بگویم اینها دوچار شدم. و درد چه 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 خوبه، چون شما وقتی بگین این چی میشه این چی میشه میرین دنبالش. یه دوستی به نام آقای علی بهبهانی که احتمالاً معرف حضور دوستان هست، حداقل اونایی که روی فیسبوک هستن. ببینید آقای علی بهبهانی، نوشته خودتون رو الان نگاه کنید. وقتی من داشتم صحبت میکردم شما نوشتید که من موضوعات خوبی رو دارم میخوام دربارش صحبت کنم. دو دقیقه دیگه گفتید من ویدیو میفرستم شما پخش کنید. این آقا که شروع کرده راجع به قرآن، بذارید دوستان بهتون نشون بدم. وقتی میگم که این به اصطلاح فیسبوک یک دنیایی هست که دنیای، یادتونه وقتا یه فیلمی بود دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، خب منم یکی از این دیوانه ها هستم. و الا خیلی رو راست بهتون بگم، اگه ما یه اینقدر مغز داشتیم نه وقت خودمون نه وقت دیگران رو روی فیسبوک تلف نمی کردیم. فیسبوکی که با اسم مجازی اصلا شروع میشه دیگه. این آقای علی بهبهانی میگه اگه یادتون باشه قرار بود با هم صحبت کنیم. عزیز من هنوز به اون درجه از فراموشی نرسیدم که یادم بره. یادمون بود، ولی قرار شد شما تماس بگیری با هم با اسکایپ صحبت کنیم، وصل کنیم، مثل آدمای دیگه که ما میاریمشون از فرانسه، از آلمان، از نمیدونم هر جای دنیا صحبت کنیم. من با آقای کوروش زعیم از ایران با اسکایپ مصاحبه کردم. ولی شمایی که دور میزنی یه دقیقه آویزون هستی به آقای کامران قادری و قربون صدقه اون میری، یه دقیقه دوربار علی ترابی نادان تازه مسیحی شده هستی و التماس میکنی که شما رو بیاره بالا، حالا آمدی به من بذار دوستان نشونتون میدم ببینیم چی نوشته. این دوستمون منو یاد بچهای میندازه که سر کلاس یه چیزی میدونستن، یا مخصوصا بچهایی که رد شده بودن، مردود بودن، این نتونسته بود قبول بشه، حالا سنش هم از بچهای دیگه زیادتر بود، پررو هم بود، بعد خب چیزایی هم که شما درس میدادی این میدونست، نه به خاطر ذوقش، به خاطر اینکه همین چیزها رو سال قبل گفته بودن، اتفاقا به خاطر هوشش. اتفاقا آدم باهوشی نبوده، چون اگه باهوش بود قبول میشد. نگاه کنید هر حرفی میزنید شما، آقای علی بهبهانی اینم مثل اون بهبهانی فکر میکنه استاد دهره و میدونه. اینجوری کار نمیکنه عزیز من. من برای شما اومدم نوشتم اوکی چند دقیقه دیگه من راجع به شما صحبت میکنم،
شما وسط برنامه زنده من که میدونی سیستم به اصطلاح کامپیوترهای ما همه وصله، زنگ میزنی میخوای حرف بزنی. عزیز من شما میگی ارتشی بودی، شما میگی نیروی دریایی بودی، نظمت کجا، ترتیبت کجاست؟ شما خونه داداشت که میخوای بری، ببخشید اینو میگم، من مثال رو خودم میزنم، من خونه داداشم که میخوام برم مثل الاغ سرمو نمیندازم زیر برم. والا الاغم این روزا اینجوری نمیره، الاغم با دعوت میره، با خبر میره. آخه ببین نشونتون بدم، حالا نگاه کنید، نوشته که قبل از این نوشته صحبت‌های شنیدنی دارم که تکراری نیست. خب لابد خودتون معجزه کردید، این به اصطلاح کشف کردید. این قبل از این دوستمون بوده که راجع به قرآن و چاپ قرآن و منصور نمیدونم که حلاج و اینا صحبت کرده. بلا فاصله تا این دوست ما راجع به منصور حلاج و قرآن صحبت کرد، بهتون نشون بدم ببینید آقای علی بهبهانی چی نوشته. تازه زنگم زده، پیامم گذاشته، اونا رو هم براتون حالا من نشون میدم. یه لحظه اجازه بدین اینو تصویر شو تا اونجایی که امکان داره. بله ببین، اتفاقا مجید نوشته همچون منصور خریدار سر دار شدم نه سردار. این دوستمون عمدن اینو گفته بود و صبح وقتی این نواره برای من فرستاد گفت که بعدی که من اینو خوندم شما برای دوستان بگو که من عمدن به سر دار گفتم سردار، که یعنی خمینی میخواست سردار بشه و دیگران رو سر دار بفرسته و این کارم کرد. اطلاعات و به و شنیدنی، منظورش اطلاعاتی خوب و شنیدنی دارم در مورد تاریخ اسلام و از تازینامه قرآن تا کشته شدن ناپدید شدن مهران، یا مهران که پدرش قرمساقش نامش را مهدی گذاشت و کسی نمی‌داند که مهران همان مهدی خواهری داشت به نام مهرانه که نام این دختر را هم مهریه یا ملیحه گذاشتند. تاریخ چگونگی پیدایش قرآن را تا به شکل امروز درآمده اطلاعات کاملی دارم، با دلیل و اسناد معتبر برایتان بازگو خواهم کرد. اولین کتاب قرآن تازینامه به خط میخی صنعا نوشته شد توسط والنتاین نوفل نوشته شد. بعد آقای مجید میگه اصلا هر خلبانی که لایسنس و اجازه پرواز میگیره تمام این دوره های فلای سیمیلیتور، یعنی شما میری توی جایی میشینی، این رو شکل کابین هواپیما درست کردن و خیلی هم چیز گرونیه، اصلا بازیاش هم هست که اینجا میتونی حتی تو کامپیوتر بخری بذاری اینا، و اونجا شما قبل از اینکه پرواز کنی همه این آزمایش‌ها رو انجام میدن. وقتی از این قبول شدی تازه میشوننت به عنوان ناظر بر بشینی نگاه کنی بعد پرواز کنی فلان اینها. و آقای شهبازی شما شق القلم نکردی، شما چیز قول رو نشکندی. آقای افشین عبدالله قربونت برم، کاک شیرازی بچه بلوردی، وقتی اینا اینو می‌نویسن خودت زیرش یه چیزی اضاف کن که سربی نیاد بگه آقا من از ترس دوستان عصبی متعصب مجبورم تو پیام خصوصی بهت پیام بدم که آقا اینجوری. ولی آقای بهبهانی ببین دوست عزیز، اولا از خودت بپرس که سربی بعد از 20 سال برنامه داشتن تو تلویزیون چرا باید به علی بهبهانی برنامه بده؟ اینو از خودت سوال کن. برای من 2 دقیقه 3 دقیقه ویدیو بفرست. من ویدیوهای شما رو دیدم، واقعا ببخشید اینو میگم، خجالت آوره کسی که به یه نفر میگه آقا منو بیار بالا میخوام حرف بزنم، بعد نشستید یا اینجوری کردید دوربینه اینجوریه یا اینجوری دستتونه سرتونه نشون میده. عزیز من والا بلا همین آقای خوشنودی قبل از ساعت 1 برای من یه چیز فرستاد، نوشتم عزیزم با بودو من بپرم تو خزینه برم دوش بگیرم بیام. من اینجا که میام اگر تمیز و والا کسی اینجا نیست ولی اتکلون به خودم هم زدم، به خودم احترام میذارم، به شما احترام میذارم. حالا شما اولا 2 دقیقه زنگ بزن این تلفن 202-695-2573 بگو چرا سربی بعد از 20 سال شما رو باید بیاره 2 دقیقه صحبت کن. چرا
مثل کامران قادری دیوونه است احتیاج داره 500 تا خل دور برش باشن، مثل علی ترابی نادانه که حالا تازه داره حرفای منو میزنه، اول به آخونده هشدار میده بعدن به شازده میگه شازده خب تو نشستی اونجا چرا کاری نمی کنی؟ گفتم بلو اینی که من میگفتم و تو احمق گفتی باید تو دهنش سرب ریخ. چرا سربی باید به علی بهبهانی وقت بده تو برنامه زنده از ساعت 2 مثل بچه مرشد اومده همه رو آماده کرده بعد میکروفون به دست شما بگه بفرماید حالا ایشون میخواد براتون صحبت کنه؟ این چرا رو بگو و من حالا به عنوانی که احترام بذارم به شما یکی 50 دقیقه چقدر 50 ثانیه پیغام گذاشتید ببینم که شما چی میگی، حرف حسابتون چیه؟ درود بر شما جناب پارسا سوربی. درود بر شما، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. از اینکه بنده کمتنیز رو مورد عنایت خودتون قرار دادید و جواب مسنجر منو دادید. یک زنگی بزنید با من هماهنگی بکنید یا اینکه من زنگ بزنم. یه چند تا صحبت خیلی واجب دارم. این صحبت های من تکراری نیست و یک گرفتم آقا. اگه صحبتات واجبه، اگه برای حرف مفت نیست، باید وقت بخری بیای حرف بزنی. بیمایه خودتونم نوشتید فطیر است. این یکی رو درست گفتی، بیمایه فطیر است. بیمایه میتونید مثل علی ترابی بشینی دوربین اینجوری جلوت بگیری روشن کنی صحبت کنی، خانمت هم از تو اتاق اونوری فوشت بده بگه مرد که پدر سگ من باید برم آرایشگری نمیدونم زحمت بکشم، تو میشینی اینجا به این اون پیله میکنی، پولی هم نمیخواد بده. یا اگه خواستی مثل این دوستان که نوارشون رو میفرستن فیلمشون میفرستن، آقای ارشاد الان برنامه 166 هفته با پشتکار برنامه فرستاده، داره کار میکنه، یه هدفی داره، اون هدف رو دنبال میکنه. شما هدفت چیه؟ شما چجوریه که روی رضا زرابی چی میپری، روی نمیدونم فیسبوک اون میپری، روی اون میپری، روی اون میپری، روی اون میپری؟ آخه و خدا خنده داره، اون دوستان دیگه هم همینجور دارن شما رو دنبال میکنن، اونا هم حرفای شما رو گوش میکنن، میگن آقا این از این برنامه یه چیزی یاد میگیره، تو برنامه اون یکی به اون یکی میگه. دستان ممنونم، امیدوارم این حرفی رو که من به این صراحت به این رک راستی به شما میزنم همینجوری قبول کنی. اگرم قبول نکنی برای من مهم نیست، شما دیگه از آقای رضا پهلوی مهمتر و پولدارتر نیستی. من رضا پهلوی رو لیف و صابون زدم سال 1987، همون سالی که یادتونه گفتم میس پری به من نصیحت کرد که اگه میخوای یک کاری بکنی بیا ثابت کن که خودت حاضری برای این کار ریسک کنی. این بچه ننه میگه شما برید بعدن بیاین منو انتخاب کنید. جالب آقای زرابی اتفاقا حال دیگه نمیدونیم بگیم رضا زرابی، بگیم سکینه زرابی، بگیم کوروش زرابی، 4 تا پیغام برای من گشته که سوال بجام من اصلا نمیدونم کی این سکینه رو شروع کرده. ولی جالبه خودش یک ویدیویی رو فرستاد، یه نوشته ای رو فرستاده که یه نفر گفته آقا ما به طرف میگیم که اگه شرط رو باختیم میریم مثلا سیبیلمونو میزنیم، میریم از فردا شما به ما میگید سگ، از فردا من میگین گربه، و کسی نمیگه اگه من شرط رو باختم از فردا اسم خودمو میذارم کوروش. اگه اینجور بگی یعنی کوروش رو شما آوردی پایین. حالا ایشون لطف کرده گفته که من 80% حرفای شما رو قبول دارم، اون انتقادایی که من کردم راجع به آقا هر کسی از راه نمیتونه بیاد بگی من دبیر کل حزبم، این حزبا کجا به ثبت رسیده، چند نفر اعضا داره، برنامه‌تون چیه. و جالبه وقتی که با فرهودی صحبت میکنه با بیژن فرهودی و اینا، اونجا اون موقع هنوز مشاور ارشد حزب اتحاد بوده، اون میگه آقا این حزب اتحاد کیه، اساسنامش کیه؟ ببین کسی که تو رادیو تلویزیون های مختلفی کار کرده شما رو نمیشناسه. بعد ایشون میگه آقای باوند نمیدونم سیاستمدار فلان، بعد زندان رفتنم زندانم اعتبار شده، زندانی سیاسی ایشون این حزب رو پایه‌گذاری کرده، ما میخوایم رفراندوم آزاد ولی ما کاندیدای خودمون رو معرفی میکنیم آقا رضا پهلوی. خب این تا میگه آقا رضا پهلوی، این رضا پهلوی مثل یک پارچه بوگندی شده کسی نزدیکش نمیاد. شما بیا آقا، شما که الان اومدی از اون بیرون، بیا به من بگو که تو این حزبتون چند نفر بودن، تو اون حزب قبلی که شما مشاور ارشدش بودی، آقای باوند دبیر کلش بود، یه خانمی سکرترش بود، آقای امانیه نمیدونم
آفتاب لگن 1000 تا. بله خب حالا آقای بهبانی لطف کرده میگه من براتون یه ویدیو میفرستم پخش کن. آقا ببخشیدا والا بلا ما وقتی هم میریم یه جا میشینی طرف میاد میگه اسم من مثلا مایی که من امروز خدمتکار شما هستم، ما وقتی میخوام بهش بگیم یه آبجو بیار یه نوشابه بیار میگیم که یه آبجو پلیز لطفاً. بعدم وقتی اومد حساب میکنیم آقا 20 دلار چی خوردیم، حداقل 30% بهش تیپ بدیم چون مثلا حالا هپی آور بوده قیمت چیزا کم بوده. شما همینم هم به من بگو من چرا باید ویدیو شما رو پخش کنم؟ با هم قرار قبلی گذاشتیم، وقت خریدی، بفرستید برای اونایی که وقت دارن اضافی میخوان پر کنن، بفرستید برای این اونا براتون پخش کنن. اینجا اگه کسی میخواد حرف بزنه این تابلوه رو میبینی بزرگ نوشته حرف مفت دیگر تمام شد، حرف مفت دیگران رو میذاشتم بیان بزنن، بعد دیدم تمام حرف مفتای اونا به ضرر من شده. دوستان عزیز حالا حرف مفت رو ول کنیم بریم گوگوش 24 گوگوش میزنم گوگوش اون مینوسه گوگل میگم نه آقا گوگوش ما خیلی گوگوشه، گوگل شما که مردشور قیافه شو ببرن. خب دوستان عزیز یه خبر دیگه که امروز دارم اینه که بعد از برنامه گوگوش میدونید که دیدید میرید یه مهمونی و میرید مثلا وقتی تموم میشه حالا این انرژی که بهتون داده میگید ای بابا حالا بریم خونه، حالا که تازه سر شبه، حالا مثلا ساعت 11:30 ولی میگی حالا سر شبه. به همین خاطر بعد از برنامه گوگوش یه جایی که من تا امروز نرفتم و نمیدونم به نام لیت یک افتر آورز برنامه گذاشتن آقای آرمان شهبازی و شما هم دعوتی به شرطی که وقتی میایین 25 دلار پول تیکت بدین. برای این خانم گیتی کاوه نوشتم شما دعوتید، این بار منزل ما مهمانی، ولی چون دفعه قبل آمدید و ما چلو کباب خریده بودیم این بار شما یه نون و پنیری با خودتون بیارید. خب گوگوش و شمای زاده 24 فوریه 2018 همین امسال، یعنی همین شنبه‌ای که داره میاد، بله 24 گوگوش در سالن کانستیتوشن هال، برید اونجا. حالا اینو داشته باشی، بذارید من اینجا براتون لیتم باز کنم L8 ببینم میاد. بله بعد از اینکه برنامه گوگوش تموم شد تازه به دوستاتون میگین ای بابا حالا که سر شبه بریم خونه، بگید نه بیاین بریم اینجا. بذارید اینم براتون بزرگتر کنم Capture Select Area. آها اینجا بله نوشته late concert after party Saturday February 24th. late یعنی دیر، یه جایی که مثلا یک کس با تأخیر میخواد بره میگه I will be late، یعنی من تأخیر دارم دیرم شده. و مثلا یه جایی میخوام بگم وایسا، طرف میگه دیگه دیره باید برم خوابم میاد، یا late. ولی اینا به یک اسم به یک رسم به یک چیز قشنگی نوشتنش L و عدد 8 رو روی هم گذاشتن به شکل late. حالا بذارید من یکی دیگه اشم پیدا کنم L8 شماره 2. بله اینه نوشته ticket info. بذارید من تمام این رو بزرگ برای شما باز کنم. نمیدونم آمد یا نه، نه هنوز نیومد، اجازه بدید. بله ticket info pre-sale in advance $25 with concert ticket stop $25 ticket available via text or calling 571-335-1970. خب معمولا وقتی اینجوریه باید بنویسن، اگه اینجا نخری اون وقت بیای دم در تیکت میشه $30 میشه $35. اینو من ندیدم اینجا. میگه برای کسانی که الان بلیت بخرن $25، برای کسانی که میخوان برن کنسرت گوگوش وقتی میان اونجا به اصطلاح نشون بدن اون تیکت استاب یعنی تابلیتتون رو نشون بدین نریزینش دو،
اونا هم 25 دلار، ولی ننوشته برای اونایی که این دو حالت رو ندارن چند. و ضمناً خیابون 15 هم هست، این جایی که برنامه گوگوش هست، یعنی چند بلاک میشه حتی پیاده هم رفت احتمالاً، اگه هوا به این خوبی باشه که الان هست. اگه نباشه هم خیلی نزدیک، حتی با اوبری چیزی بخوام برین یا با ماشین خودتون نخوان حالا از یه پارکینگ درش بیارین بزنش یه جای دیگه، به اصطلاح خیلی گرون نیست. این از این. و اما 25 و 26 یک شنبه میریم کجا؟ و من ماه گذشته واقعا مریض بودم، اون جمعه اگه نگاه کنید حالم خیلی بد بود نرفتم، و امروز که با آقای مهدی تبریزی صحبت میکردم گفت آقا جات خالی و حتما بیا. چشم، من سعی میکنم این یک شنبه حتما اونجا باشم. دوستان 26 Teacher University Global Gala یا گالا بعضی ها میگن God's Grace، اینجا هم نوشتن Human's Day، ولی یادتون باشه 25 شروع میشه، یعنی Sunday یک شنبه 25. آدرسش هست 45449 Severn آرداره Severn Way Dallas Virginia 20166. شماره تلفن آقای مهدی تبریزی هست 202-680-0456. و بریم این تبلیغ ستارم ببینیم با هم. ستار و خانم هنگامه و آقای سعیدی، نه احمد، یه لحظه اجازه بدین، نمیدونم چیزی داره که به اصطلاح دیفالتش رو ما بذاریم که وقتی شروع میشه. دیدید الان رو فیسبوک مردم تیوی شما اگه برین اون بالا همین آگهی هست، ولی شروع نمیکنه با صدا. ویدیو رو شما میبینید چون ممکن سر کار باشید، توی جایی باشید و اینها، بعد اگه خواستید شما هستید که کلیک میکنید صداش رو هم باز میکنید. بریم ستار هنگامه آقای سعیدی که 10 مارچ در این سالن زیبای چری بلاسم، شکوفه های گیلاس یا آلبالو. آریان پروڈکشن پراودلی پریزنتس شنبه 10 مارچ مجللترین شبنشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورت مستی اما زرد تنه انگامه کجا بودی تا حالا کجا بودی تا حالا در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ویرجینیا، ستار هنگامه احمد سعیدی از چری بلاسم بانکوئت هال با پذیرای کامل، تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodum.com. Tickets available at most Persian stores and online at kodum.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. بسیار ممنون. من اینو خاموش کنم. دوستان عزیز برگشتیم و با هم خواهیم بود و امروز من تا ساعت 4:30 با شما هستم. آقای بهبهانی میگه لطفاً چند دقیقه‌ای در مورد بنده اطلاع رسانی کنید. من پسر دکتر جعفر بهبهانی شاعر ادیب فرزانه هستم. آقای مجید نوشته والا به جون خودم من تا امروز اسم دکتر جعفر بهبهانی رو نشنیدم. حالا برفرض که شنیده باشیم، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ آقای بهبهانی قبل از اینکه شما بیای، ما اینجا یه بهبهانی داشتیم، اونم اون ماجرایی بود که یه دفعه گفتم یه معلمی اومد سر کلاس به بچه‌ها گفت که به نظرتون من چند سالمه؟ گفتن که طرف یکی بلند شد آقا 40 سالت. گفت چجوری فهمیدی؟ گفت ما یه داداشی داریم 20 سالشه، نصفی شما خوله، حتما شما 40 سالته، یه چیزی اینجوری. تا قبل از این که ما شما رو بشناسیم بهبهانی، ما یه دیوونه داشتیم بهبهانی، هم معتاد بود، امیدوارم الان ترک کرده باشه، هم آدم عرق‌خوری بود، هم آدم لاتی بود، و اینجا همه دلخونی از دست داشتن، زندان هم اینجا رفت.
آخر بلند شد رفت آریزونا، آریزونا بلند شد رفت کالیفرنیا، کالیفرنیا با این همه که همه کمکش کردن آدم باشه نیست مثل که میخواد تلویزیون رو ببنده. حالا باز بودنش چه کاری کرده که بسته بودنش؟ دوست عزیز اگه شما بیننده تلویزیون من بوده باشی، من بارها گفتم ببین خانم گوگوش الان داره میرسه به سن 70، ولی وقتی برنامهش میاد، دیروز من نگاه کردم بیش از 2000 تا تیکت فروخته شده، ولی اسم پسرش هیچ کس یادش هست؟ بله، اسم پسرش کامبیز بود، چون یکی از فامیلای ما کامبیز هم از همین اسم اون یادم، اسم گوگوش بچه گوشون، ولی کامبیز اومد خواننده شد. میدونی شاید یه دلیلی که موفق نشد این بود که پسر گوگوش بود. عزیز من چی کار دارم که دکتر جعفر بیبهانی پدر شماست و شما میگی فرزانه بوده؟ اولا اینایی که فرزانه هستن، یه دوستی داشتیم اینجا آقای فرزانه شیرازی هم بود، اتفاقا یه فرزانه هم داشتیم فکر کنم کتاب فروشی اینا داشت تو شیراز. اینایی که فرزانه هستن یه کمی مثل اینایی که شادونه زیاد خوردن یا باباشون مثلا توی باغچه ماریجوانا کاشته. عزیز من چی کار به این کارا دارم؟ شما اگه حرفی داری برای گفتن، یا روی فیسبوک خودت شروع کن از امروز یه نتنه صحبت کن، یه روزی هم میرسی به 9000 تا و 5000 تا و اینها، تازه بعدم میفهمی هیچ فایده نداشته. یا اینکه اگه میخوای اینجا به خاطر اینکه ما منبری گذاشتیم، مسجدی گذاشتیم، خب با پولشو بدی. آ شما میتونی بری توی پارکی، تازه همون پارک هم میگه باید جا رزرو کنی. اگه گفتی من اینجا رو میخوام میگه 100 دلار. اگه گفتی اینجا رو میخوام که شلتر سقف داره میگه 150 دلار. اگه گفتی اونجا رو میخوام که در دیوارم داره میگه 300 دلار. چجوری شما میخوای بیای اینجایی که سقف داره در دیوارم داره مجانی، چون بابای شما دکتر جعفر بهبهانی بوده؟ من به اندازه کافی درباره پدر شما استاد فرزانه صحبت کردم. اینم از این تبدیل ویدیو از فیلم های قدیمی به سی دی و اینها، حالا ادیت اون رو گفتم. و اما فتوای مفتی عربستان که گفته ترامپ از طرف خدا بعثت مبعوث شده، این رو هم ببینم من میتونم بهتون نشون بدم یا چه باید کرد. گوگوش رو گفتیم، آقای تبریزی رو گفتیم، ستار رو گفتیم، ولی این دوستمون آقای بیژن جعفری و والنتاین موتورز رو نگفتیم. دوستان شما هم اگه میخواین میتونید آگهی های خودتون رو به تلویزیون مردم بدید به دو صورت. یکی این کاری که من میکنم، آمریکایی‌ها بهش میگن پلاگ، میدونی شمع هم مثلا میگن اسپارت پلاگ، یعنی وسط برنامه ما اینو فرو میکنیم، یا میگن پروموت، پروموت کردن یعنی تبلیغ کردن، آگاهی دادن اینها، یا میتونید قشنگ ویدیو خودتون رو درست کنید به زبان خودتون، به صدای خودتون، به آهنگ خودتون برای ما بفرستید، ما اونو پخش میکنید. اتفاقا این والنتاینز موتور یه ویدیوی خیلی قشنگی برای من قدیما فرستاده بودن، نگاه کنم ببینم اگر پیداش کنم اونو پخش کنم، ولی تا اون موقع اگه شما چه تو این منطقه چه جاهای دیگه ای آمریکا، حتی تو کانادا اگه میخواین ماشین بخرین، میتونید با این دوستان تماس بگیرید. وبسایتشون رو من امروز نگاه کردم، دیدم واقعا کامله برای کانتکت اس، برای ماشیناشون رو ببینید، بعد این تستمونیال اینایی که ماشین از اینا خریدن به اصطلاح گواهی دادن که چقدر خوبه و چقدر کمک میکنن و به اصطلاح سرویسشون تا اونجایی که میفروشن تموم نمیشه، تازه سرویسشون بعد از اینکه فروختن شروع میشه. اگر شما برای سند گرفتن، برای نمیدونم کاری چیزی داشتین، این دوستان با شما خواهند بود. شماره تلفنشون هست 301 735 57 53. ایمیلشون هم که میتونید بیاین رو همون والنتاینز موتور، والنتاین زین اس نداره، valentinemotors.com تو قسمت کانتکت و باهاشون تماس بگیرید. من چند تا به اصطلاح برخورد و معامله داشتم با آقای بیژن جعفری، بعد با آقای الکس آشنا شدم، بعد با آقای بابک آشنا شدم. اینها به نظرم میاد اینها trustworthy هستن. trustworthy یعنی کسایی که ارزش اطمینان دارن. یعنی این کلمه اطمینان، شما به هر کسی نمیتونی اطمینان کنی، باید طرف اول نشون بده که ارزش اطمینان داره، بعد شما بهش اطمینان کنی. اون کسی که از کالیفرنیا به من میگه آقا این مشکل برام پیش اومده، اون
نشون میده به من که به من اطمینان کرده که مشکلش رو به من در میون گذاشته. امیدوارم همین اطلاعاتی که من دادم کمک به حالش باشه. دوستان یادتون باشه تو آمریکا اگر تکس طلب کار هستید، مخصوصا از حالا تا 15 آپریل، اگر برید به این شرکت‌های اچ‌ان‌آر و نمیدونم شرکت‌های دیگه، بله دوستان ایرانی هم هستن که تکس پر میکنه، ولی ایرانیه نمیتونه به شما همون موقع ریفاند بده. این شرکت‌های بزرگ به اصطلاح این کار را انجام میدن که پول تکس شما را همون موقع که طلبکاری اون شما امضا میکنی، مثلا چکه میره برای اون، اونا به شما پول میدن، فردا میری خرج میکنی. در صورت ما بعضی وقتا بهتون گفتم ضرر ندانستن رو دارین میدین. و اما دوستان اینجا نوشتم حمایت، بعد هم نوشتم ماه ایرانی، ماه میلادی، هر کدومش که کمک میکنید حمایت میکنید حتما انجام بدید. فتوای مفتی عربستان، برم توی صفحه این مجیدم، دو تا صفحه داره، یکی خوشنودی مجیده، یکی مجید خوشنودی، که البته یک شو به عنوان مثل بیزینس گذاشته، یک شو برای دوستان و آشنایان، و من اون مفتی رو حالا کجا پیدا کنم؟ او ضمناً دوستان اون یه مشنگی که به ایران رسید، حالا چند تا مشنگ دیگه راه افتادن جلو سفارت‌ها، گارد آزادی راه میرن. آقا هیچ اشکالی نداره، ما از این برنامه‌ها داشتیم، طرف میره جلو سفارت عکس میگیره که بتونه پناهندگی بگیره، ولی تو رو خدا آبرو خودتون رو هی نبرید، هی نگید ما می‌خوایم بریم ایران رو آزاد کنیم. و می‌بینید اون یکی بدبخت راه افتاده الان تو سرما از رضاییه میخواد بره شیراز. حالا و جالبه اگه این گرگای خارجی نخوردنش چقدر بد میشه که بره تو ایران و گرگای ایرانی بخورنش. بهتون گفتم ما شیرازی ها دکتر جلیل عماد رو یادمون هست، اون موقع من به اشتباه گفتم وولف گنگ، اشتباه، وولف پک. وولف پک یعنی گله گرگ ها یا دسته گرگ ها. گرگ ها معمولا 3، 5 یا 7 میان حمله میکنن، نمیدونم چرا 3، 5، 7 لابد میخوان وقتی مجلس شورا میگیرن و شاور حلف الامر میکنن، به اصطلاح مثل دادگاه عالی اینجا که 9 نفرن، مثلا هیچ وقت اشکال نشه 4 تا مثبت 4، مثلا هیئت منصفه آمریکا 12 نفر، بعضی وقتا 6 تا میگن این گناهکاره، 6 تا میگن این گناهکار نیست و به بنبست میخورن. در صورت که اگه 11 نفر بود 6-5 میشد، که البته در کار هیئت منصفه اگه حتی یه نفر مخالف باشه اون میشه فکر کنم هنگ جوری. و خب این از این ماجرا. بذارید ببینم اینجا دوستان در فیسبوک چه کار میکنن، چه بلایی به سر هم میاریم. بله میگه اگر میخواهی مدرک تحصیلی خودم را برایت میفرستم. شما خشن برخورد میکنید، چرا؟ شما چرا به بهبهانی ها توهین میکنید؟ آقا اون یکی اولا شهشهانیه، از موقع که رفته کالیفرنیا میگه من شهشهانی هستم، توی ثبت املاک، ثبت احوال اشتباهی نقطه ها بالا و پایین شده، شدم بهبهانی. بعد دوست عزیز ما با بهبهانی ها خیلی هم دوستیم، اصلا ما شیرازی ها میگیم طرف بهبهانیه، آدم های خوب، زحمتکش. و من مدرک شما رو برای چی میخوام؟ شما چه مدرکی میخوای تا من جمعه برات حاضر کنم، پرینت کنم بهت بدم؟ آقا اینجا یه نفر گرفتن مدرک دکترا به این اون میداده، آخرم ثابت شد کارش درسته، گفته آقا این طرف عقده داره، $5,000 به من میده، من روی کاغذی چاپ میکنم مدرک دکترا میدم بهش، اونم میره میذاره تو اتاقش، هر کسی میاد یا گول اینو میخوره یا این افتخار میکنه. من مدرک شما میخوام شما رو استخدام کنم. شما بله نوشته تو نیرو دریایی هستید، بنویسید که کدوم قسمت بودید، چه سالی. بعد آقایون مثل آقای آریانپور دیگران میان میگن بله ایشون درست میگه یا بله ایشون درست نمیگه. مدرک کسی میخواد که بخواد شما رو استخدام کنه. امروز من قرار شد برای یه شرکت کار کنم، گفت رزومه تو بفرست. رزومه یعنی سابقه کار. بهش گفتم ببین من 61 سالمه، بیش از 40 سال تجربه این کاری رو که دارم به شما میگم، account receivable، account payable، dispatching، scheduling دارم، و من مثل اونایی نیستم، من old school هستم. old school یعنی من همون روش های قدیمی. من مثل اینایی نیستم که $100 بدم برم یه کسی بشینه برای من رزومه بنویسه، اون بنویسه من چه کاره بودم.
من همینم که هستم. شما که میخوای من استخدام کنی بگو آقا این روز اول بیا بشین اینجا، ما این کویک بوک استفاده میکنیم، ما مایکروسافت استفاده میکنیم، ما اکسل استفاده میکنیم، ما نمیدونم این استفاده میکنیم، اینقدر طلبکاریم، یه چیزی به صورت امتحان به من بده، من بهت نشون میدم میتونم یا نمیتونم. حالا من یه مش مزخرف بنویسم تو رزومه شما منو قبول کنی فردا بیام اونجا. سالها پیش وقتی کلاس انگلیسی میرفتیم یه دوستی به من گفت که رفتم یه جا استخدام بشم و گفت چی کاره هستی اینا، گفتم دکترم، تو ایران دکتر بودم. گفت خب ما اینجا آزمایشگاه تو لابراتوار میخوایم یه نفر، ولی حقوق دکتری نمیدیم، حقوق تکنسین میدیم. گفتم باشه، کی میای؟ فردا. گفت فردا رفتیم و روپوشمونو گفتن، این روپوش هم مال شما و اسممون هم نوشتن و گفتن وایسا. دو سه تا کار که گفتن، گفت من دیدم اصلا من اینا رو بلد نیستم. گفت یواشکی روپوش رو دروردم گذاشتم اونجا، اومدم بیرون. دوست عزیز من به شما کاری ندارم. بله اوکی. من هزینه پیش بینی نشده پیش اومده برام، وگرنه بی پول نبودم. مشکل اینه که هر کدوم رو بدم یکیش میمونه. همونو من دارم میگم، یه دوستی که اینو نوشته. ببینید شما باید ببینید کدومش نزدیکتره، با کدومش بیشتر معامله کردی، با کدومش خوش حسابتری، بری سراغ اون بگی اینجوری. بعد حالا وقتی به من گفتی من فکر کردم مشکلت حل شده، اون ماجرای تکس و ریفاند و اینها، و اگر نگفته بودی بیخیال. من میخواستم به دوستانی که اونجا دارم بگم که ببین اگر این میتونید کمکش کنید، قرضی بگیرید. ضمناً تو آمریکا شما میدونی تایتل ماشین رو میبری یه جایی، ریکامند نمیکنم، میبری یه جایی نگاه میکنن میبینن ماشینت مثلا 2005، میگی ما به این ماشین $500 لون میدیم، ولی به اینا میگن شارک لون، لون شارک یا شارک لون، یه چیزی اینجوری. یعنی اینا کوسه های هستن که نشستن تو دریا منتظر ماهی های مثل شما که مشکل مالی براش پیش اومده باشه. حالا ماشینش که میبره میذاره، میگی ببین این $500 تا آخر این ماه اگه بیاری باید $530 بدی یا $550 بدی. بعضی وقتا واقعا اون $50 که میدی کارتو راه میندازه، ولی فکر کن $50 در یک ماه میشه $600 در یک سال. اون وقت رو $500 $600 در یک سال یعنی 100 و چقدر 115% چقدر شما نزول دادی. اینا اینجوریه. ولی من خودم بارها برام پیش اومده و گفتم همون موقع هم که تو ایران گفتن این بانک‌های اسلامی، گفتم آقا اینا میگن ولی نمیتونن این واجرای قرض الحسنه و اینها رو چیز کنن. و اون موقعی بود که بنی صدرم شروع کرد 10 تا بده 100 تا بگیر، 20 تا بده 200 تا بگیر، 30 تا بده 300,000 دلار تومان بگیر و اینها، ولی یه سود خیلی کم که گفتن این سود خیلی کم فقط می‌خوایم کارمزد مردم رو بدیم، ولی به موفق نشد. و به خاطر اون اشتباهشون امروز بانکای ایران الان چیه 25% 30%، به خاطر اون اشتباهشون امروز مال باختگان داریم. شما نذار اون اشتباهی که من بهت میگم یه نفر به خاطر اینکه قصه اینو نداره، ماشینش نداره، کارش هم از دست میده، ماشین نداره، کارش هم از دست میده، خونش هم از دست میده. شما سند ماشین تو برمیداری میری یه جایی نوشتن تایتل لون، یا نوشتن یا پان شاپ، ساعت داری، خانم جواهر داره، میبری میذاری پان. پان همین امانت فروشیه. بله نزول زیاد میگیرن، پدر آدمو در میارن، ولی کمک میکنن. یعنی شما میری مثلا یه انگشتری که $3,000 میذاری بهت $1,000 میده و بهت میگه آخر ماه من نمیدونم چقدر باید بدی، $1,150 $1,200 هرچی. بعد اون امیدش اینه که شما نتونی اون پول رو بدی و این انگشتر $3,000 شما یا حتی بیشتر رو این با $1,000 بکشه بالا. اینا اینجوریه و مشکلات همیشه هست. مشکل رو یه کمی باید با تأمل با فکر حل کنید. و من میگم که شما برای من نوشتی که فراموش کن مشکلم، من فکرم مشکلتون حل شد دیروز با اون چیزی که گفتی. و اما فتوای مفتی عربستان، من هنوز دارم دنبال اون ویدیو میگردم که آقای خوشنودی برای من فرستاده بود، اگه بتونه دوباره بفرسته ببینم چی میشه. دوستان عزیز ببینم این دوستمون آقای شهرام ایران بومی یه عکسی فرستاده و خیلی جالبه. فیسبوک حالا دیگه چپ و راست این چیزای خودمونم و مینیسه که به عنوان اسپم ریموف کردیم. بعد میگه که میخوای نشونت بدیم، میگیم بله. وقتی هم میگیم نشون بده بازم اون کار انجام میده. در صورت آقای شهرام ایران بومی هم باهاش صحبت کردیم، سمینارهایی داره، بازم باید
چیز کنیم به اصطلاح با ایشون برنامه‌هایی داشته باشیم راجع به سمینارهاشون بگه. و من فقط برای که یه نکته از این که ماها دیوونه های هستیم که حالا یک وسیله افتاده دستمون که این دیوانگی رو میتونیم به حد اعلی نشون بدیم بهتون نشون میدم. بعد از این ماجراهایی که من راجع به آقای علی بهبانی میگم، دوستان ببینید ایشون امروز چند تا پیام گذاشته. بعد از اون که من پیامش پخش کردم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یعنی الان رسیده به اون حالت عصبی. چرا؟ یه نفر داره حقیقت رو میگه، یه نفر مثل اون قربونت برم صدقت. حالا دیگه اوکی خیلی ممنون قربونت برم، بله درود بر شما قربونت برم وطن پرست قربونت برم، این نگفته، بهش حقیقت رو گفته، گفته آقا تو برو 2 دقیقه با فیسبوک نه، برای من زنگ بزن پیام بذار من ببینم چرا سربی باید به شما که بچه دکتر جعفر بهبهانی هستید فرزانه وقت مجانی بده. حالا به جای همه اینا شما میتونی بگی آقا ساعت برنامه چنده، برنامه زنده 100 دلار، برنامه به اصطلاح ضبط شده 20 دلار. شما که 20 دلار نمیخوای برای حرفای خودت خرج کنی، من چرا وقت خودم و مغز مردم رو خرج کنم؟ بله خب نه آقا، ما مدرک تحصیلی شما رو نمیخوام، هم مدرک تحصیلی خودمون هم که داریم به هیچ دردمون نخورد، انداختیمش کنار که چی میگن گنجه وقتا هم گفتن. خب بذار ببینم من اینو میتونم پیدا کنم، با این یکی فرستادی یا این یکی مفتی عربستان، مفتی عربستان یه ویدیویی هم فرستاده شهر اقلیر، یه نفر میگه پلیس اومده در خونه ولی من دیگه چی نیستم. والا این قیافه‌هایی که من میبینم، حالا ما قدیما وقتی میرفتیم تو دهات و اینها افرادی میدیدیم که، ولی این قیافه‌ها قربونت برم مجید و خیلی اصلا حکایت از اینجا میگن اوتلا، اوتلا کسایی که قانون رو قبول ندارن، قانون رو زیر پا میذارن. نمیدونم نه اینجا پیداش میکنم، اینجا این دو نفر بیکار رو جلو سفارت و اینها میبینم ولی اونو نمیبینم. بذار برم اون یکی، این یکی هست کدومش این؟ در هر صورت یه مفتی عربستان میگه که این خدا، این ترامپ به اصطلاح توسط خدا فرستاده شده و بذارید ببینم، من نه سیاسیم و نه مذهبی لذا هیچ مشکلی از این بابت ها ندارم، اگر پیشنهاد کردم به عنوان یک دوست یا آشنا مطرح شود منظور خاصی اصلا نداشتم، ولی باز تعجب من از اینی که چه فکر کردید یا میکنید که مطلبی رو که برات نوشتم دور از حقیقته. آقا جون تو آمریکا میگن شما اگه یه حیوانی دیدی مثل مرغابی را میره، مثل مرغاب چه صدایی میده و مثل مرغابی هم تخ میذاره، این مرغابیه. شما یه داستانی نوشتی، من برات نوشتم که این داستان رو من بارها از دیگران هم شنیدم و فردا من میخونم. شما نوشتی هر طور که میل داری، ولی خواهش میکنم اون رو به عنوان یک دوست که برای شما فرستاده عنوان کنید. من نه ترسی دارم نه خورده برده ای از کسی، ولی چه بهتر تحت همین عنوان اگر علاقمند بودید مطرح بشه. مرسی. این واقعیتی ظاهرن بوده که منو خیلی رنج داده و میده. اصلا شما این جمله رو بخون، این واقعیتی ظاهرن بوده که منو خیلی رنج داده میده، یعنی شما نبودید اونجا، شما که اون بالا که نوشتید شما بودید، داشتید کافی میخوردید، 2 نفر 3 نفر ایرانی رد شدن، 2 نفر فرانسوی که بغل دست شما بودن، حالا اینجا که اومدید عوض شد. حالا فهمیدید چرا من میگم کارمون خیلی خرابه دوست عزیز؟ و بعد واقعیت بوده و شروع هم کنم به نظر میسید دوری برها از تلویزیون شما دوری کردم و به کسی هم پیشنهاد نخواهم کرد. آقا خوشا باقی که توره یعنی شغال ازش قهر کنه. شما تا امروز که با من آشتی بودید چی کار کردید؟ چه تاج گلی بر سر من و دیگران زدید که حالا از امروز قهر کردید؟ لطفا برو بیرون، درم پشت سرت یواش ببند. اونجو که بود طرف از تاکسی پیاده شد، در و بس سرش تا
کرد، هنوز راننده راه نیفتاد، سرش کرد تو پنجره گفت پدرت خره. راننده گفت من که چیزی نگفتم. گفت من میدونم، چون هر وقت درو میبندم طرف میگه خر الاغ، شما خودت میدونی دیگه عزیزم که کی هستی چی هستی، برو به سلامت. این از و ببینیم که همشهریمون چی میگه. آی ام دیوان عالی آمریکا امکان مصادره کتیبه‌های هخامنشی ایران را رد کرد. دیوان عالی آمریکا بالاترین مرجع قضایی این کشور حکم دادگاهی را که پیش از این اجازه مصادره و فروش کتیبه‌های هخامنشی متعلق به ایران را داده بود رد کرده است. یعنی چیزایی که اینجا هست میخوان مصادره بفرستن به ایران رد کرده. چه بهتر اینجا باشه که سیفه. من رفتم انگلستان، رفتم پاریس، فرانسه، رفتم موزه و دیدم چقدر چیزای ایرانی اونجاست. اول گفتم ای داد بیداد چرا اینا اینجاست، بعد به خودم گفتم چه بهتر که اینجاست. اگه ایران بود همه رو به عنوان زیرخاکی تیکی تیکی کرده بودن برای که تو ساکش جا بگیره برده بودن فروخته بودن. اقلا اونجا ازش مثل آدمیزاد نگهداری میکنه. ممنونم از سعید عزیز که این ویدیوی دیوانه های سعودی و ترامپ رو فرستاد. دوستان فقط برای اینکه ببینید تو چه موقعیت خطرناکی داریم زندگی میکنیم و با چه دیوانه های روانی باید سر کنیم. آقای بهبهانی هم خیلی ناراحت نباشه که فقط من و اون هستیم که دیوانه هستیم تو فیسبوک. نه، بزرگترین دیوانه الان این ترامپ احمقه. دیوانه تر از اینا این مفتخورای پدرسوخته عربستان سعودی هست. آخوندها از اونا بدتر، اونا از اونا بدتر. بیچاره من و شما. با هم گوش بدید دوستان که اینجا میگه که یک مفتی، خبر تکان دهنده، یک مفتی در عربستان فتوا داده که پرزیدنت ترامپ مبعوث الله است و اطاعت از وی اطاعت از خداست. بیشتر در ویدیو مشاهده کنید. يا سعودي سعد بن غنيم بوصفه الرئيس الأمريكي ترامب مبعوث الله وطاعته من طاعة الله أثارت غضب المسلمين واستياء واسع مطالبين بوضع حد لتلك التخرصات وتشويه الدين الإسلامي في سبيل تمرير صفقة سلاح. همين قدش بس ميجي إن مبعوث الله و اطاعت از إن اطاعت از الله است. همین امروز اگه اشتباه نکنم یه آقای پیرمرد 99 ساله‌ای که این تا حالا چندین رئیس جمهور رو این به زور و به وازلین چپنده به مردم آمریکا، گفته اگه به اینا رأی ندید خدا این یه شنبه تو کلیسا ازتون ناراحت. دوستان من یه ویدیوی گذاشتم قبلا هم راجع بهش صحبت کردم، برید بزنید God's Money یا God's Bank، نشون بهتون میده که اینا چه جنایتی میکنن. و این دوست ما که ارمنی هست میگه ما ارمنی ها همون اوائل این آخوندا و ملاهای مسیحی و اینها رو شناختیم و ارمنی ها میدونی که اولین کسانی هستن که به اصطلاح تو اون سالهای 300 و اینها به مسیح پیوستن. ولی اینا میگه ما فقط برای دو چیز کلیسا، یکی ازدواج، یکی مرگ استفاده میکنیم، باقیش نمیریم. گفتم آقا همون دوتارم کات کنین، نرین تا پول اینا قطع بشه. این پدرسوخته ها 10% مالیات از مردم میگیرن و اگه شما رفتی گفتی من میخوام مثل کاتولیکا خاک بشم، میگه تو مالیات ندادی نمیتونی تو قبرستان به رسم ما. حالا ما میگیم این آخونده بدن، آخونده پدرسگ، اگه اقلا پولش ندی سر قبر برای خاک و اینا برای که بیاد پول بگیره میگه اب نداره. حالا میزنیم تو آب مثل قند هست، میزنن تو چایی میگن حلال میشه، میگن میزنیم تو آب میشونیم حلال میشه برو. ولی این کاتولیکی میگه باید بدهکاریات هم بدی، یعنی مردر هم ول نمیکنن. عجب عجب دورانی ما داریم زندگی میکنیم. حالا همه این بدبختی ها، ربای، پدر روحانی، آخوند، معبدان، اینا یه طرف، این دوستان ما هم، آقای علی بهبهانی، آقای علی ترابی، آقای کامرون قادری، آقای اونی که قرار فردا بیاد به نام جان دو، اینا هم یه طرف. چه باید کرد؟ یکی گفت آقا تو دیوونه ای که اصلا اسم اینا رو میگی، اینا رو معروف میکنی. نه، یه جورایی هم اسمشون رو میگم که شما برین با شما مشغول بشن و کاری به ما نداشته باشن. اینم از این فتوای مفتی رو گفتیم. و اما درخواست احمدی نژاد از خامنه ای
روی صفحه خود من هست. ببینید اینجوریه، یادداشت کردم برای بها نوشتم. ببین من توی برنامه وقتی یه آگهی رو نشون میدم اینجا می‌نویسم مثلا 2:52 آگهی فلان، که فردا که طرف میگه آقا آگهی ما نشون ندادی، میگم ببین فلان روز 2:52 فلان روز 3 و فلان، و همه این کاغذا رو نگه میدارم. برنامه که تمام میشه این کاغذا میره اون و نگه داشته میشه. باور کنید من کاغذامو از سال 1986 تا حالا دارم. دیوونه هستم؟ بله من که خودم میگم، ولی آیا شما هم دیوونه هستید؟ آیا حاضرید برید یه جایی که آزمایش کنن ببینن دیوونه هستید یا نیستید؟ فکر نمی کنم. مثل اونایی که میگن ما نژاد آریایی هستیم، میگم شما برو دی ان ای بده، اگر چیزی به اسم نژاد آریایی و شما هم 100% بودی بیا، من اون 90 دلار 30 دلار 60 دلاری که پول دی ان ای دادی به اضافه 100 دلار بهت میدم. تا امروز کسی پیدا نشده. درباره آقای انصاری گفتم بهتون، یه دوستی گفت آقا این، گفتم آقا شما خانم شما میتونی بگی از قیافه این خوشم نمیاد، ولی تا امروز کسی نتونسته بیاد. بزرگترینش این آقای رضا پهلوی دیگه، این میشینه اینجا دربارش صحبت میکنه، میگه رضا پهلوی تو دادگاه 20 بار دروغ گفته، مدارکشون میده. تا امروز کسی نتونسته بیاد بگه این به اصطلاح دروغ گفته. و این تلویزیون اینجا باز، من دو روزی 2 ساعت برنامه دارم، حالا بعض وقتا یک کمی زیادترش میکنم، یعنی میشه روزی 1 ساعت. 23 ساعت دیگهش باز برای شماها، بیان برنامه بذارید، بیان صحبت کنید. این هم از خب بریم حالا تازه سراغ پرونده های زنده. و میدونید که این پول بیت کوین ماه گذشته بود رسید به 17,000 دلار. یه چیزی که نه پشتوانه داره نه چیزی، و حتی اسم کسی که این رو درست کرده کسی نمیدونه، این مرد زن اسم مثل ژاپنیا مثل چینیزا هست، شد 17,000 تا، حالا دیروز شده 8,000 تا. بعد میگن اینم مثل بابلای دات کام و اینا از بین میره و جایی شما نمیتونی خرجش کنی. یکی یکی بله، مثل که آمازون بعضی رستوران ها اینا دارن قبول میکنن، ولی پول نیست که شما داشته باشی. حالا مسلمان ها هم میخوان از دنیا عقب نباشن. ببینید مالزی چه کار میکنه اینجا. مالزی اولین پول دیجیتال اسلامی را به دنیا معرفی، در جهان معرفی کرد. و خیلی جالبه پول اینها پشتوانش تلان یا طلا. مالزی اولین پول دیجیتال اسلامی در جهان را معرفی کرد. شرکت هلو گولد، یعنی سلام به طلا، کپچر سلیکت ایریا، بذارید من اینجوری نشون بدم ببینم تو این بهتر میشه. بله میگه نام شرکت هلو گولد مالزی اعلام کرده که پول دیجیتال خود را اسلامی کرده و گواهی نامه تطابق با شریعت اسلام را هم برای آن دریافت کرده است. راز نام این رمزنگار که حالا به عنوان اولین پول دیجیتال اسلامی شناخته میشود گولد اکس است و برخلاف سایر رمزنگارهای عادی پشتوانه آن طلاست. یکی از ویژگی های این رمزنگار محدودیت زمانی معامله است و خرید و فروش آن حتما باید در بازه مشخص زمانی صورت گیرد. بعد اینجا هم راجع به سقوط قیمت بین بیتکوین، ببخشید سقوط قیمت بیتکوین به کمتر از 8,000، همینی که من گفتم و ماه قبل بود، یا بیتکوین به 17,000 تا رسیده بود. و گفت یک به اصطلاح ورزشکاری گویا 1,000,000 دلار یه موقعی بیتکوین خریده و الان میلیاردر شده. اینم از این ماجرا. بله جناب پارسا، کامران قادری یک لات بی سر و پا نیست که ایشان را کثیف نقدش کردیم. متاسفانه خدمت شما هول و هوش چه محوریست؟ شما سوالی میپرسید یا خبریه؟ میشه بپرسم و منطقی جواب مرا بدهید و توهین نکنید؟ گاو و الاغم خطابم نکنید. نه آقا من شما باید خیلی پیشرفت کنیم که مثل گاو شیر بدیم، نمیدونم گوشت بدیم،
مثل الاغ بار ببریم، کار کنیم به این سادگی. که من به شما نمیگم الاغ، به شما نمیگم گاو، ولی شما دوست عزیز اومدی اینجا داری تبلیغ یک آقایی رو میکنی که من بهش، از نظر من این یک آقای دیوانه یا شارلاتانه، یا از لحاظ بحران میانسالی کارش به جنون و دیوانگی کشیده یا شارلاتانه. شما میگی نیست، من میگم اوکی. شما مثل که تو ترکیه هستی ولی انگلیسی بلدی دیگه، چون تو نیرو دریایی بودی. آمریکایی‌ها میگن let's agree on disagree، میگه اجازه بده مخالف باشیم که با هم توافق نداریم. آقا شما برو دنبال کامران، اون یکی بره دنبال رضا پهلوی، بذار مجید و سعید و نمیدونم بابک و حسن و حسین هم اینجا باشه. تازه اینا هم با من موافق نیستن، فکر نکنی اینا هم میگم اینا مثلا مثل چی میگن نوچه های من هم. اینا کسی هم که تو این محفلی که من نشستم حرف میزنم، میگه آقا این ارزش داره من حرفاشو گوش کنم، بعد میره مطالعه میکنه راجعش، بعد میره فکر میکنه. ولی یه احمقی که از راه میرسه فوش میده، من اینو میذارم بیرون. اون وقتا باهاش وقت میذاشتم، کلکل میکردم. حالا من با شما یه برنامه میذارم در حضور این بینندگان. شما روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آمریکا، واشنگتن، نیویورک که میشه 9 شب به وقت اروپا، فکر کنم میشه 11:30 به وقت ترکیه و ایران، شما بیا مهمون من باش، 5 دقیقه صحبت کن. اول از پدرت شروع کن که دکتر جعفر بهبانی کی بوده، چرا من به عنوان یه ایرانی باید بشناسمش، حالا اگه شناختمش چرا به غیر از این که باید به خودش احترام بذارم باید به پسرش هم احترام بذارم. 5 دقیقه مهمون ما باش، پولش هم نمیخواد بده، ولی فردا قرار بذار اینجا با اسکایپ رد و بدل کنیم، اسکایپ شما، اسکایپ من. این کار زشتی که من دارم حرف میزنم شما بی 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 فیسبوک، چرا؟ چون مفته. واقعا وجدانن اگه پدرت زنده است جان پدره، اگه مرده به روح پدرت، اگر هر یه باری که باید زنگ میزدی $1 باید با فیسبوک میدادی یا $1 تلویزیون مردم ازت میگرفت 10 بار زنگ میزدی؟ نه. پس مفت که هست استفاده میکنی. چرا کسی که چیزی مفتی رو استفاده میکنه بهش میگن مفت؟ خو از پدرتون که فرزانه هست بپرسید. کسی که یه چیز مفتی میخواد بهش میگن مفت خو. کسی که نمیخواد براش ارزش داره میاد میشینه زیر نور گرما. الان من اینجا واقعا خیس عرق شدم، چون اینجا گفتم هوا امروز خوب بود، ولی ما هم وقتی میایم دیگه مثلا میگیم امروز اینو اینو میپوشیم، پوشیدم اومدم دیدم چقدر گرم. شما جمعه ساعت 3 بعد از ظهر مهمان من باش. حالا فردا ننویسی که به وقت شیخرچپون 3 بعد از ظهر میشه چند، به وقت نیویورک 3 بعد از ظهر. شما بزن به کامپیوتر World Time یعنی وقت جهان، هر جایی رو بهت میگه تهران چه ساعتیه، شیراز چه ساعتیه، ایران همه جاش 1 ساعت بود نه؟ این دوستمونم پیام گذاشته، فکر کنم آقا فرخ باشه. آقا فرخ هم یک کمی کم لطفه، به این دلیل که چپ و راست مسیج میفرسته. درسته من یه مسیج اتوماتیک فرستادم که به دلیل 20,000 تا فلان و بیسار اینا، ولی وقتی هم من یه چیزی مینویسم شما یا باید جواب بدی یه سوالی میکنم. شما دوست عزیز اگه یه مطلبی توی برنامه امروز میبینی فردا امشب دربارش صحبت کن، من پس فردا میگم که اون روز من گفتم 2 و 2 میشه 16، آقای فرخ آمده گفته سوربی ما که رفتیم مدرسه 2 و 2 میشه 4، آقای بهبانی با منطق گفته 2 و 2 میشه 4. این آقای بهبانی، علی بهبانی رو میگم، اون بهبانی رو هر وقت میگم کلمه معتاد رو دنبالش میارم تا بلکه به رگ غیرتش بر بخوره و بره ترک کنه. اینم از این. خب و بله شما میگی این آقا لات نیست. خب نیست، مبارکت باشه آقا. آقایی که زنشو بچهشو دخترشو ول میکنه میره نه خبر داره کی خرجی به اینا میده، نه اگه مشکلی داشته باشن کی کمکش میکنه، این لات نیست، این بی سر و پا نیست، این منجی و ناجی ایرانی هست. مبارکت باشه آقا، برو دنبالش. مگه نیومد ترکیه؟ مگه شما ترکیه نبودی؟ 2 قدم راه همراهش برو، کارت خرابه آقا، کارت خرابه.
بیا جلو تو با هم صحبت کنیم. و اما راه توسعه چابهار از دهلی میگذرد. میدونید که یه دیداری داشته آقای روحانی با این گودی گودی ها دوستامون هندی ها و نوشته که بذارید ببینم همینه، بله بی بی سی فارسی نوشته بود اینجا راه توسعه، اینو من 4:3 اندازه این راه توسعه چابهار از دهلی میگذرد. عبدالستار دوشوکی، آقای دوشوکی بارها مهمان برنامه ما بودن و اتفاقا برای ایشون نوشتم اگر دوست داشتی بیا در این باره هم صحبت کنیم. آقای بهوانی من از شما خواهش میکنم برای که این فیسبوک ما جای دیگران هم باشه، این چیزایی که نوشتی و من خوندم و اینا رو پاک کنی و جمعه با هم صحبت میکنی. نخواستی هم فردا قشنگ 2-3 دقیقه ویدیو ارسال کن، دیگه بلدی با فیسبوک میتونی ضبط کنی بفرستی بیا. با یوتیوب میتونی ضبط کنی بفرستی بیا. متعاقب سفر حسن روحانی به هند، دومین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در طرح توسعه سواحل مکران یا هکران با شرکت مسئولیت نهادها و وزارتخانه های مختلف و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در روز ششم لقایت اسفند سال 1396 در تهران و چابهار برگزار خواهد شد. بله، در طی جنگ ایران عراق و به دلیل حملات نیروی هوایی عراق به کشتی های ایرانی در محدوده خلیج فارس، چابهار به عنوان بندری که خارج از دسترس هواپیمای جنگی عراق بود مورد توجه راهبردی مسئولین جمهوری اسلامی قرار گرفت و بعدها منطقه آزاد چابهار در سال 1372 بنیانگذاری شد. سازمان منطقه، این آقای آریانپور در برنامه‌ای که مهمان برنامه ما بودن درباره اون بندر چابهار و اینها صحبت کردن، احتمالاً در روز شماری هم که خودشون می‌نویسن و به اصطلاح زحمت بروز بودنش رو انجام میدن اونجا هم هست. دوستان عزیز 140 دقیقه با شما بودیم، 20 دقیقهش اون دوستمون از خلیج فارس، ما تا الان 120 دقیقه با شما بودیم، یعنی 2 ساعتی که قرار بوده با شما باشیم بودیم، حالا 10 دقیقه هم به خاطر این آگهی هایی که داشتیم، بالا 10 دقیقه نبود 4 دقیقه بود، ولی 10 دقیقه دیگه هم با شما خواهیم بود. و اما دراویش گنابادی و این اول نوشته بود کشمکش، من خوندمش کشمش، کشمکش با حکومت ایران گاه شما، به یکی گفتن که با کشمش یه جمله بساز، گفت راستی شما با اون تو کش میشی، یه چیز اینجا من بلد نیستم جمله تعریف کنم، خرابش نکنم بهتره. بس بریم اینجا دراویش، اینجا دراویش گنابادی و کشمکش با حکومت ایران، این رو هم فارسی بی بی سی گفته. اینا هم میبینید هم دست دادن و دست بوسیدن و دلا شدن و اینها. و یه مدتی هم اینجا یه آقای اومده بود به عنوان قطب، سیبیلایی هم داشت و اینجوری و اونجوری، و من حقیقت هیچ وقت از ایشون خوشم نیومد، یعنی فکر میکردم فیکه. میگه که در هفته های اخیر تنش‌های، بذارید من دوستان به این دوستان بگم که رو ایر هستم بعدن صحبت میکنیم، ببخش. میگی که در هفته‌های اخیر تنش‌های میان پلیس ایران و شماری از دراویش گنابادی ایجاد شده بود که نهایتاً به کشته شدن 3 مأمور پلیس و 2 عضو بسیج و بازداشت حدود 300 درویش منجر شد. تنش‌های اخیر زمانی آغاز شده بود که دراویش نعمت اللهی گنابادی در دوستان عزیز دختر خوشگل من نوه من تماس گرفته، برم بعدن باهاش صحبت کنم. I will call you later. Okay بابا love you. بله واقعا که این نوه چه شیرینه و هرچی بزرگتر میشه یک کلمه که یاد میگیره ما قد 100 تا کلمه ذوق میکنیم فقط. و اما میگه که دراویش نعمت اللهی گنابادی در اعتراض به ایجاد محدودیت علیه رهبر یا قطب خود نورعلی تابنده
ملقب به مجذوب علی شاه در منطقه پاسداران در شمال تهران تجمع کردند. میدونید که این آقا وکیل بوده، دکتر قانون خونده، وکیل بوده. حالا اگر کسی از این گنابادی ها، دراویش گنابادی، اگر کسی مایل باشه، مهمان من باشه، میتونه بیاد و چند دقیقه مهمان ما باشه تا در این رابطه صحبت کنه. و نمیدونم، من خودم فکر میکنم این درویش بازی و صوفی بازی و اینها، اینم یه نوع دیگه از یه دین دیگه، از یه مذهب دیگه هست که به مردم میگه اون خوب نی من خوبم، نمیگه اون خوب نیست منم خوب نیستم، برو دنبال زندگی، برو خودت خوب شو، مردم رو گول میزنن. جناب سوربی عزیز، لطفاً در این مورد اشاره‌ای بفرمایید. استاد مهدی شمشیری با ذکر مستندات، اولاً همین که به این مردی که شما میگی استاد، معلومه که کار شما هم خرابه. اینو یه آقایی به نام پارسه خورسند فرستاده. این آقا روی برنامه قبلی من آمده این نوشته رو گذاشته. دوست عزیز، آقای شمشیری به قول شما با سند، با مدرک گفت مصدق خائن، شاه وطن پرست. مبارکت باشه، برو دنبالش. چه کار داری، چه اصراری داری که به منی که نه به مصدق باور دارم نه به شاه ارادت دارم میخوای ثابت کنی؟ آقا استاد شمشیری یه آدم دروغگوی بود که میومد اینجا، نمیدونم تو ثبت احوال اسامی مرده ها رو مینوشته، اومد اینجا این بهکام بیچاره اینقدر بهش برنامه مجانی داد، پشت سرش رفت با اونای دیگه معامله کرد، موقعی که پول در می آوردن بهکامو کرد بیرون از اون ماجرا. خجالت بکشید آقای استاد مهدی شمشیری، اگه زنده هستی خجالت بکش، اگه مردی وارثینت باید پول این بهکام رو بدن. این همه زحمت کشید برای شما برنامه مجانی گذاشت، تلویزیون ندا بود. دوستان اگه کسی از بهکامم خبر داره به منم بگه که کجا هست و چه کار میکنه. ما در بحرین در آن زمان خیلی ضعیف شدیم که در زمان نخست وزیری سهیلی، در کدوم زمان، سال بگو. دوستان که میگن اصلا بحرین مال ما نبوده، مال انگلستان بوده، ولی جالبه ها، عجب خر تو خری هستیم، عجب ملت شیر تو شیر هستیم. بحرین مال انگلیسه ولی شاه میاد میگه استان چهاردهمه. بابا اصلا یه چیزمون یه میلنگه دیگه. بله، دانش شما کم نیست. آها، این دوستمون نوشته که این دو فیلم کوتاه سقوط هواپیما را چند بار دیدم، نه چیزی دیدم نه چیزی فهمیدم، چون دانشم فوق العاده کم است. میدونید که دیروز که هواپیما پیدا شد چندین فیلم توسط تلویزیونای ایران گذاشته شد، حتی یکیش خانمه به طرف میگه شما صدای منو میشنوی؟ اون بدبختی که نشسته اونجا میگه من صدای شما رو نمیشنوم، ولی این خانمه میگه من صدای گیرنده شما رو میشنوم. این خانمه احمق نمیدونه، شاید اون یکی تلویزیونی که مال استان داره صدای اونو داره میشنوی. بعدم اگر تو گوشت گذاشتن، این گوشی فقط باید کارگردان به تو بگه چه غلطی بکن، نه که تو با مصاحبه کننده. آقا خانم کارمو خرابه، به خدا بیان باز دوباره ما این حزب کارمون خیلی خرابه رو راه بندازیم. دیگه فکر کنم منم اینجا لیاقت دبیر کل و مشاور ارشد و نمیدونم آبدارچیشو داشته باشم، همه رو برات اون انجام میدم. حزب کارمون خیلی خرابه، جنبش کارمون خیلی خرابه، با هیچ کم هیچ کاری نداریم، فقط میام هی میگیم کارمون خیلی خرابه، بلکه دوزاریمون بیفته ببینیم چرا اینقدر خرابه، درستش کنیم. این دوست ما دو تا از این فیلم ها رو دیده، چیزی نفهمیده. بهش گفتم قربونت برم گزارش آخوندا مثل آدامس، شما هر چی بجوی که چیز تو شکمت نمیره. هم شما میدونی که این آدامس انداختی، همون که ساختتش میدونه انداختی که چیزی نخوری، همجور درتو بجنبونی. اونم همینه، این گزارش هایی که درست کردن برای اینه. حالا یکی از این خبرگزاری هایی که میگن ما فلان اینا رفت اونجا که برسه به اونجا بگه آقا این چجوریه، شما میگید اینجا خطرناکه، ولی من مال بی بی سی هم از تهران بلند شدم اومدم اینجا به یه لور یاسوجی اینقدر پول دادیم، با لاندیور اومدیم اینجا. نداریم، نیست. گفت گشتم نبود، نگرد نیست. بازم از افشین
عبداللهی دعوت میکنم که برای ما یه ویدیوی کوتاه درست کنه، بگه که این ماجرا تو ایران امدادگری قانونش چیه. من حتی آمریکا هم نمیدونم، ولی دیدم چند تا از به اصطلاح اینجا دریانوردار چی میگن افتادن تو آب و مردن و اینا. چند روز اول میگفت داریم دنبالشون میگردیم، بعدش گفت دیگه از دنبال گشتن رفته به ریکاوری. ریکاوری یعنی دنبال جنازه میگردیم. اسمش رو عوض میکنن که خانواده هاشون بیچاره ها خیلی چیز نشن. بله، اون شعرم که این دوستمون خونده بود این بود: فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزنم، انالحق بزدم همچون منصور خریدار سر دار شدم. ایشون گفت من عمدن گفتم سردار شدم که بفهمیم خمینی اینجوری بوده. آخوند سینگه. و اما این رو من الان ببین، مثلا اینه که میگم 4:28 این رو یه دوستی برای من یه آخوندی رو فرستاده که آقا ببین چقدر قشنگ ماهور میخونه. من یاد فامیل خودمون افتادم. ما 2-3 آخوند تو فامیلمون بود، یکیش دستقید بود، یکیش جزائری بود، یکیش مجد بود. از همشون باحالتر این مجد بود. عرق میخورد، تریاک میکشید، شعر میخوند، آوازم که میخوند صدای بسیار عالی. من عموی بزرگی خودم که فوت شد، مجید آقا، ایشون صدای بسیار خوبی داشت. و دوست عزیز من تمیدونم شما چرا نقدر تعجب میکنی، آخوندا خیلی هاشون صداشون خوبه. شما نگاه کن من 2 ساعت حرف میزنم، اول برنامه صدامو گوش کن، ببر اینو جلو، آخر برنامه صدای منو گوش کن، منظورم این ببر جلو، فرق میکنه. ولی این پدرسوختا 10 ساعت 12 ساعت میاد هی آب و گلاب گرم میخوره و نمیدونم یه خوردم تلخی میندازه بالا و اینا، از اول تا آخر قشنگ مثل بلبل صحبت میکنه. بعدم اینا عاشق موزیکه، حالا اومده این شعر ماهور رو داره با چیز میخونه. چه چیزیه که شما اینقدر تعجب کردی؟ و اینقدر جوونا داریم که از همایون شجریان بهتر میخونن، از دیگران بهتر میخونن، ولی امکاناتی ندارن. این یه میکروفون مجانی افتاده دستشو، یه منبر مجانی داره میخونه و من و شما هم مجانی هی داریم پخشش میکنیم. اینم از این. و اما مبارک شیرازی ها باشه، برنامه رو یه شیرازی شروع کرد، حالا یه شیرازی هم با این خبر برنامه رو تموم کنه که اتفاق من کانادا که رفته بودم یه ساختمون اینجوری دیدم، توی ژاپنم خونده بودم، دیده بودم فیلم راجع بهش که میگفتن که شما یه آپارتمان کوچولو هم که داشته باشی میتونی سبزی و نمیدونم به اصطلاح وجتبل و اینها حتی گل بکاری و لذت ببری. و این فیلم رو با هم ببینید دوستان، اگر بدیاشونو میگیم خوبیاشونم بگیم. این بدیها و خوبیها مال مردم هم هست، یا اصلا قرار اون این باشه بدیها رو همه رو بندازیم سر آخوندهای پدرسگ، خوبیها رو بندازیم سر شما خوبان. چی بگیم آخو بهتون؟ اگر به آخوندها فوش بدیم میگن آقا یه سیاستی هست، میگن 80-20. میگیم یعنی چی؟ میگن این آخوندها بهتون پول دادن گفتن 80 تا به ما فوش بده، 20 تا خوبیمونو بگو. خب پس فوش ندیم. اگه فوش ندیم میگن آها دیدی گفتم این مأمور جمهوری اسلامیه. خودمونم مثل خر به گل موندیم، کارمون خیلی خرابه. این فیلم رو ببینید به عنوان حسن ختام برنامه امروز. دوستان عزیز شما هم میتونی برنامه خودتون رو داشته باشید، لازم نیست باباتون دکتر جعفر بهبهانی فرزانه ایران باشه و بیای التماس کنی به من و قادری و علی ترابی و زرابی و اینها آقا منو بیار بالا، آقا منو بیار بالا. همت داشته باشید، اگه پول ندارید مهم نیست، همت داشته باشید، خودتون برنامه درست کنید، رو فیسبوک بذارید، مردم رو دعوت کنید، نوشته هاشون رو پاسخ بدید، نه که وقتی اون داره مینویسه شما رفتی یه جای دیگه آقا منو بیار بالا، آقا منو بیار بالا، من میخوام یه چیزی راجع به قرآن بگم، آقا یه چیزی هم راجع به نهج البلاغه بلدم، آقا یه چیزی هم راجع به سیاست بلدم، آقا من کشتی هم بودم راجع به نفتم بلدم، آقا من راجع به هواپیمام بلدم. روز روزگار بر شما خوش. کمرای 3 The first vertical garden of the Middle East is being built in Shiraz. While Middle East is facing water crisis, the Iranian architectural group SAR, at the request of Shiraz municipality, has designed modern vertical gardens, which are irrigated by grey water of Towers Recycling and hydroponic system.
600 prefabricated units of this tower facade are going to be built with high-tech technology in Shiraz and get mounted on the facade of the tower, and will create a sustainable, vertical 3-acre garden. Project architects say you will have a natural smell of Shiraz's orange blooms in the tower floors, and you will live in a small Persian garden.